بسیار خوب. ما پس از عملیات های خیلی ساده و تعریف متغیر و تعریف وکتور و تعریف وکتور عددی و اینها گذشتیم. بعد در مورد آبجکت های مختلف صحبت کردیم، کرکتر و نومریک و لاجیکال و فکتور و اینها، و تعریف فانکشن رو گفتیم، بعد if و else رو گفتیم، if else رو گفتیم، سویچ رو گفتیم، بعد لوپ ها رو گفتیم، for و while و repeat رو گفتیم، بعد ماتریس ها رو گفتیم و اندیستهی بهشون و اینها، و بعدش هم وارد دیتا فریم ها شدیم. دیتا فریم ها فقط من یه مرور میکنم، دیتا فریم ها این ماتریس ها، فقط شما نوع متغیرهای مختلف میتونید تو ستون های مختلف داشته باشین. ضمناً یعنی و قالبش هم همون قالبی که انگار شما توی اکسل یا جای دیگه ممکنه دیده باشین. یه سری ستون داره که حتما اسم دارن، یه سری سطح داره که میتونن اسم داشته باشن، و به این صورت. بسیار خب. بعد دیدیم که میتونیم به صورت مختلفی اندیسته ای کنیم، یکیش به شکل حالا اینجا فکرم نمونش نیست، یکیش به شکل همون ماتریس بود که با اندیس های عددی میدیدیم، مثلا از این جنس. یکیش به شکل این دالر میومد که بهش اسم ستون میومد دیگه. اینکه یا اینکه میتونستیم اسم بدیم دیگه به این شکلی که هست، میتونستیم اسم بدیم، اسم ستون ها رو بدیم به همون شکل ماتریس عدد. خب بسیار. حالا میریم سراغ وارد دیتا داده ساختار دیگه میشیم به اسم لیست. لیست چیه؟ خب ما تا الان وکتورها رو دیدیم که وکتورها یه دونه تایپ دیتا خاص بودن و یه چیز یه بعدی بودن و اینها. بعد دیتا فریم ها رو دیدیم که یه چیز دو بعدی بودن، یه سری ستون داشتن به ازای یه سری رو که تعداد روها برای همه ستون ها برابر بود، یه سری مقدار داشتیم دیگه. حالا یه چیز دیگه داریم به نام لیست. لیست اینجوریه که شما میتونید تایپ دیتا های مختلف رو داشته باشین، مثلا در قالب وکتورهای مختلف، ولی لزومی نداره که در واقع لیست یک مجموعه از داده ساختارهای دیگه است. به چه صورت میتونید اینجوری تعریف کنید یه لیست رو؟ مثلا خب این الان تعریف یه لیسته. چه شکلیه؟ من یه سه تا عضو داره لیستم. اولیش خودش یه وکتوره، دومیش یه دیتا فریمه، سومیش هم باز یه وکتوره. یعنی در واقع لیست میشه مجموعه از داده ساختارهای دیگه. خب منظورم از داده ساختارم هم بگم این که یه سری انگار فرض کنید ظرفایی که ما توش دیتا می‌ریزیم. حالا یه دونش ما یاد گرفتیم وکتور بود، یه دونه ماتریس بود، یه دونه دیتا فریم بود، حالا یه ظرف دیگه داریم به نام لیست که خودش باز مجموعه از داده ساختارهای دیگه میتونه باشه. خب حالا اگه من نگاه کنم اینور، میبینم که یه دونه لیست تشکیل شده از اندازه 3 و اسمش هم مای لیست. خب حالا ببینیم که توی این مای لیست دقیقا چی هست. خب اگه نگاه کنیم، او این چون خیلی بلنده، کاش بذاری من یه سابستی از آیریس رو بدم بهش. بسیار. الان اگر که این
لیست ها من نگاه کنم میبینم که یه دونه عضو F1 داره که یه دونه وکتور از کرکترها، یه دونه عضو F2 داره که یه دونه همون آیریسمونه، یه سابستی از آیریسمونه، و یه دونه عضو سوم داره که باز دوباره یه وکتور دیگه است. خب این محتویات لیست رو اینجوری نشون میده. من چجوری میتونم به اعضای لیست دسترسی پیدا کنم؟ یه راهش اینه، مثل همون که به دیتا فریم، به فیچرهای مختلفش، اسم ستونهای مختلف دست پیدا میکردیم، اینجا هم میتونم دست پیدا کنم با داله. خب مثلا اگر اینو بزنم، الان اون عضوی که اسمش F1 بود برام میاد. خب نحوه نحوه در واقع سابست کردن دوم، در انتخاب المان دوم چجوریه؟ به این صورته که شما توی دو تا براکت یه دونه اندیس رو میذارید، مثلا به این صورت. درسته؟ پس یه را عضو اولش رو میخواین داشته باشیم، مثلا الان عضو اول لیست رو میخواین داشته باشیم، عضو اول لیست میشه این دیگه. خب یه راه دیگه شاید این بودش که اونی که اسمش F1 رو بگیرید. یه راه دیگه چیه؟ یه راه دیگه اینه که باز با همین اسم، باز دوباره تو همین دوتا برکت به این شکل با همین اسم بیاید دسترسی پیدا کنید. خب مثلا ما سه تا راه گفتیم. یه راهی برای اینکه شما بتونید به در واقع یه سابستی از اینها برسید به جای فقط یه تک اوز، چیه؟ اینه که من توی یه آکولاد بیاین به این شکل بذارید. خب بیان توی یه دونه آکولات یه دونه وکتور بدین از عرضم به خدمتتون که این چیزها، این اندیس هایی که میخوام. خب نیم اگه اینجا بذارم، عضو اول و دوم این لیست رو من برمیگرد، عضو دوباره همچنان میتونم وکتورهای دیگه بدم که حالا این دفعه با نامه، به چه شکل؟ اینجوری سیه این رو اینجا بزنم که همونجور که میبینین همه اینا یه نتیجه میده. پس یک اینکه چجوری تک المان بگیریم، دو اینکه چجوری برسیم به در واقع یه سابستی از اینها. خب پس این هم شد برای ایندکس کردن لیست. لیست رو زمانی به کار میبریم که انگار با یک موجود یه آبجکتی طرفیم که این فیچرهای مختلف داره. مثلا شما شرکت حمل و نقل داریم، خب و یه سری کامیون داره، یه سری مثلا ماشین سواری داره، یه سری مثلا ماشین نیمه سنگین داره و اینها، و اینها هم لزوما تعدادشون با هم برابر نیست. خب و شما برای اینکه تعریف کنین اون شرکت رو، میتونین یه لیست تعریف کنین که مثلا اینا رو داشته باشه. مثلا الان یه نمونه انجامش بدیم، مثلا کامپنی اینجوری میشه که یه لیستیه. هم میتونه نوعش مختلف باشه. ببین ویژگی دیتا، ویژگی وکتوری بودش که نوعش باید یکی. آره نوعش باید یکی. ویژگی دیتا فریم این بودش که میتونست نوعی مختلف باشه ولی تعدادها باید برابر میشه. الان اگر که هم نوع مختلف باشه هم تعداد مختلف باشه، میتونیم از لیست استفاده کنیم. بعد زنده این که اگر مثلا یه لیستی داشته باشیم که اون تعدادهاش برابر باشه، میتونیم دیتا فریمش کنیم. مثلا از این کارا میتونیم بکنیم. حالا فعلا باهاش نمیدونم. مثلا شنیدم. مثلا یه همچین حالتی
استعدادمون متفاوته، نوعمون هم حالا نوعمون میتونست متفاوت باشه. حالا اینجا ما کاراکتر تعریف کردیم دیگه، درسته؟ این کامپنی رو اگه من الان بزنم میبینین که دوتا فیچر داره، دوتا در واقع المان داره و هر کدوم از این المان خودشون باز یه داده ساختن. زمین که میتونم لیستی از لیست ها هم داشته باشم، یعنی اگر که من مثلا آره میگم ببین این اسما اصلا مهم نیست، این اسما اسمایی که خود ما میدیم. خب میتونم لیستی از لیست ها داشته باشم چون بازورا اونا هم داده ساختارن. اگه حالا بزنم چی میشه ببینی؟ این اتفاق جالبی میفته. میگه که خب این عضو اولش چیه؟ عضو اولش خودش یه لیسته که این عضو اولش تراکسه، عضو دومش هیوی کاره. عضو دومش هم باز دوباره یه لیسته که عضو اولش این دومال کاراکتری است، عضو دومش این دیتا فریم است، عضو سومش هم. بنابراین ما لیستی از لیست ها هم میتونیم داشته باشیم. خب این هم از بسیار بسیار خوب. حالا ما یه چیزایی داریم به نام اپلای و ال اپلای و اینها. اینها توابعی هستند که روی دیتا فریم ها و لیست ها عمل میکنن و به این شکل هستند که اپلای روی دیتا فریم عمل میکنه. چه شکلی؟ به این صورت که اول بذاریم ما آیریس رو فرض کنید که من میخوام به ازای هر ستون از این آیریس میانگینش رو داشته باشم. البته اون ستون آخر که یادتون باشه بزن یه بار دیگه آیریس رو فقط مرور کنی ببینید آیریس این چیز ویژگی های گل های گونه های مختلف گل زنبق بود و اینجوری بود که چهار ستون اولش عددی بود، ستون آخرش هم فاکتور. خب حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اولا میخوایم عددی کنیم، بعد میخوایم مثلا میانگین هر ستون رو داشته باشیم. چیکار میکردیم برای انتخاب ستون ها؟ به این شکل دیگه، درسته؟ یک تا چهارش عددی بود، انتخابش میکنیم. خب الان آیریس نومریک فقط عددیه. حالا اپلای رو اینجوری اجرا میکنیم که میگیم که رو چه دیتا فریمی بذاریم، مثلا آرگومناش رو نیکسه میگه رو چه دیتا فریمی، دومی میگه که روی مارجینه که میگه که روی چه بودی، مثلا سطرها یا ستونها. ما مثلا ستونها رو میخوایم پس میگیم دو و میگه چه کاری انجام بدم، فانکشن که ما اینجا میگیم می، درسته؟ پس ببینید این اپلای روی یه دونه دیتا فریم انجام میشه که یه بودش رو مشخص میکنیم و یک فانکشنی رو اجرا میکنیم. این فانکشن مین یادتونه. خب اگر من اینو الان بزنم به من چه خروجی میده؟ به من یه دونه وکتور اسمدار میده که به ازای هر ستونی اون عددیه که میخوام، میانگینه مثلا. خب سعی کنین همین کار رو برای واریانس انجام بدین، از هر ستون واریانس بگیریم. پس از همه ستون ها قرار شد که، یعنی از ستون های عددی قرار شد واریانس بگیم. آره اپلای اون تابعیه که اجرا میشه دیگه. اپلای همونجور که از اسمش پیداست اپلای کردن یه فانکشنیه روی یه دیتا فریم. بسیار خوب.
اتفاقی که میفته اینه که صرفا اینو کافی واریانس کنم، حالا این نومریک هم که انتخاب کرد. خب از طرفی میتونم روی الان رو بعد دوم زنیم، بعد دوم ستونا بودم، میتونیم رو سطرها بزنیم. خب که حالا 150 تا عدد میده که میانگی نیست. همین کار رو من میتونم روی لیست انجام بدم. خب اون لیست حالا باید شرایط خاصی داشته باشه دیگه، مثلا باید مثلا همش، اگر همش عددی باشه خب چیز خوبی میشه. L2 رو بذاریم سیکانس خب یه لیست دیگه تعریف کردم، این لیست همش عددیه. حالا میخوام رو تک تک اعضای لیست مثلا میانگین بگیرم. خب اتفاقی که میفته چیه؟ میشه بذاریم برای اینکه صرفا مرورم بشه یه بار دیگه نگاه کنیم به همچین قالبی. خب عضو اولش L1 L2 L3 هر کدوم هم وکتور هم. خب حالا میخوایم میانگین رو اپلای کنیم. خب همونجوری که میبینین الان باز دوباره یه دونه لیست حالا به من برمیگردونه. خب یه لیست به من برمیگردونه که چجوریه؟ که هر کدومش میانگین، درسته؟ خب این کلا از این چیزا زیاده، من اینو میگم دیگه، باز ام اپلای تحقیق کنید ببینید چیه. خب الان این فرقش با بالایی چیه؟ ال اپلای و اس اپلای؟ نه دیگه، اولیش میجگیش این بودش که لیست برمیگردون، دومی وکتور نیم برمیگردون. درسته این وکتور نیم ده اولی. این هم ببینید چیه. بسیار خب حالا ما دو تا چیز دیگه داریم که روی دیتا فریم ها اپلای میشن، اگریگیت و سابست. عجیبه که انگلیسی رو نمی‌شناسم. الان فکر کنم یه دیتا ستی لازم داریم که من فکر می‌کنم بیلتینه ولی نداریدش. خب الان بریم سراغ اینکه پکیج ها چی هن و چجوری نصب میشن. پکیج ها رو که البته قبلا گفتیم، ببین یه سری مجموعه از فانکشن ها
در کنار هم یک کتابخونه رو تشکیل یا یک پکیج رو تشکیل میدن. خب برای اینکه یک پکیج رو نصب کنین شما میتونین اینستال دات پکیجز بزنین خب، و توی آکولات توی دابل کوت بنویسین که چی میخواین نصب بشه براتون. لطفا این پکیج رو نصب کنی تایدیورس، شاید خیلی هاتو داشته باشین ولی یکی هم ممکنه طول بکشه. الان اگریگیت این شکلیه که شما ببینید، اگریگیت این شکلیه که اگریگیت اینجوریه که شما بر اساس یه دونه متغیر میایید اصطلاحا اینا رو گروپ میکنی، بعد رو تمام ستونهای دیگه یه فانکشنی رو اجرا میکنی. یعنی اینو فیکس میکنی، بذارین اینجوری بگیم، بذارین برای اینا مثلا، بعد اینو فیکس میکنین همه نوهایی که همه سطرهایی که مثلا اسپیسیزشون اینه در نظر بگیرین خب، بعد میان همه ستونها رو یه فانکشن روش اجرا میکنین برای همه اونایی که اسپیسیز اینه خب. مثلا الان ما مین رو زدیم، چه اتفاقی میفته؟ مین اینو گرفت، مین اینو گرفت، مین اینو گرفت و همینجور برای بعد. درسته؟ به اینجا چی شد؟ الان اینو اجرا کردم. آها این لیسته که برای لیست کردن خب، میگه که اگر که شما میخواین هم چیزی بسازین بعد یه لیستی از متغیرهایی که میخواین بر اساس اون اگریگیت کنیم و من بدیم. ما بر اساس اسپیسیز اگریگیت کردیم دیگه، یعنی اون اسپیسیز ها رو نوهای مختلفش رو گرفتیم، بعد گفتیم که بیا حالا از همه ستون هایی که این نوهاشون یکیه، این گونه هاشون یکیه، بیا مثلا میانگین بده خب، با بای نشون میدیم. حالا میتونیم آها آره میشه این کارو کرد، البته راه های ساده تر هم داره ولی مثلا اینجوری میشه. اسپیسیزو مثلا این نمیشه، یه حالتی داره، بذارین یه لحظه من چیزی نها کنم. مشکلی که داریم که آها اسپیسیز رو فهمیدم چرا داغون میکنیم. خیلی ممنون برای این سوالتون. آره یه جور دیگه هم که میشه کرد اینه که آره فقط میخوام یه نوع دیگه شو بگم، یه نوع دیگه ش اینجوریه که یه متغیر رو فقط اگریگیت میکنیم، میتونستیم اینجا هیچی نذاریم و
دات بذاریم. آره میتونستیم اینجا دات بذاریم هم کار بالایی رو انجام میدیم. پس این دقیقا معادل بالایی است. بر اساس چی؟ با چی؟ روی چی اگریگیت کنم؟ اگریگیت میاد یه ستون رو در نظر میگیره. خب یعنی در این نوعی که بزنیم بگم بهتر بگم در یه بر اساس سطرهای بر اساس یه چیزی که تعداد یعنی تعدادش به اندازه تعداد سطراتون مثلا. خب مثلا اینجا اون بالایی چی بود؟ آیریس اس پی سی به اندازه تعداد سطر بود. میاد روی لول های مختلفش، حالا اینجا فاکتور بود لول واضحه، روی لول های مختلف اون چیزایی که با هم برابرن در نظر میگیره و یک فانکشنی رو روی همه سطرهای همه جایگاهایی که اون مقادیر برابرن انجام میده. تا جدی فهمیدی؟ خودم نفهمید. مثلا اینجا چیکار میکردیم؟ این صرفا برای اینکه بدونی همچه امکاناتی وجود داره، بعد واقعا تمرین کرد. این واقعا فانکشن پیچیده ایه. مثلا اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم که بر اساس اسپیسیز، روی اسپیسیز همه اونایی که اسپیسیزاشون برابره رو در نظر بگیر، برای هر کدوم از این اسپیسیزها اسپیسیها بیا چیکار کن؟ بیا میانگین اینشون رو بگیر، طول کاست برگ رو بگیر. خب اگه ما اینو نگاه کنیم میبینیم که همین کاری که ما میخواستیم کرد. گفتم معادلا میتونین دات بذارین، دات یعنی همه ستونهای دیگر رو بگیر. و حالا اگر که اینو نگاه کنم هم کاریه که تو اولی میکنم. خب سابست نه کلن جداست. آره صرف هم میخواستم دوتا فانکشن رو بگم که رو دیتا فریم ها انجام میشن. اگریگیت اینجوریه که میگم شما میخواین یه فانکشنی رو، میخواین یه ستون رو در نظر بگیرین، بر اساس مقادیر اون ستون، مقادیر برابر اون ستون روی بقیه ستون ها یه فانکشنی رو اجرا کنین، حالا روی یکیش یا روی تک تکش. این وارنینگی که میخورین اگر که اینو اجرا کردین، وارنینگ آره با ایرور فرق داره. وارنینگ اوکیه، بعضی هم ممکنه خروجی که میخواین رو نده ولی کدتون اجرا میشه. نه اینا خب این استاره چی میگه؟ این استاره میگه حالا دو تا رو در نظر بگیرین، دو تا مقدار این کار رو انجام بده. این داته همه رو میگه، همه ستونا رو میگرفت. این ضرب داره میگه که روی دو تا. حالا یه نگاه کنیم، شدم ضربشون رو نگاه میکنم. آره آره بذار این کل نیده خوبی این کل نیده خوبی. حالا اگه کسی مشکل خاصی اگه با این داره بگه. چی؟ اون ستاره ضرب دو تا اونو من بعضی موقع این فرمولا، این چیزی که نوشتیم اسمش اینجا فرموله، اگه ضرب بذارین دو تا متغیر رو جدا میگیره، ولی اینجا ضرب کرده بود، دو تا ستون رو در هم ضرب کرده بود، اومده بود میانگین گرفت، بعد یه ستون جدید ایجاد شده بود، اومده بود میانگین گرفت. آره حالا سابست چی بود؟ یه بار دیگه سابست رو بگم. اینکه شما میان یه شرطی میذارین روی یه سری ستوناتون، مثلا میگین که از آیریس یه سابستی بده اونایی که طول کاسبرگشون بیشتر از 3، عرض کاسبرگشون کمتر از 3. خب بذاریم
الان اگه نگاه کنین، حالا بعد تعریف کردی، اونایی که طول کاسبرگشون بیشتر است و عرضش کمتر است. سینم سابست. خب ما برای این الان اون پکیج رو که نصب کردید، خب بریم سراغ این پکیج ها. خب این پکیج رو که نصب کردید اینجوری فراخوانیش میکنید به انوایرمنتتون، لایبرری، اسم داستان. خب من این اجرا کنم، الان اومده تو فضا. پس وقتی که من این رو فراخوانی میکنم، یعنی میتونم از هر فانکشنی که توشه، هر حالا دیتا ستی که توشه و اینها استفاده کنم. یکی از دیتا ستایی که توی اینه دیتا ست MPG خب که در مورد یه دیتا ستی از یه سری ماشینه، مثلا اینجا شرکت تولید کننده شه، این مدلشه، این نمیدونم چیه، این سال ساختشه، این تعداد سیلندرشه و یه سری ویژگی دیگه. مثلا چجوری میدیدیم اسما رو تونستیم اینجوری بزنیم، این اسم ستون هاست. خب پس این کتابخونه رو فراخونی کنید و این دیتا ست رو از توش ببینید. خب خب بیایم به این نگاه کنیم. الان ما میتونیم رو چی اگریگیت کنیم؟ روی مانیفکتچر، درسته؟ مثلا روی این میتونیم اگریگیت کنیم و مثلا بیاین میانگین تعداد سیلندر رو در نظر بگیم. مثلا کاری که میکنیم اینه که میایم اگریگیت میکنیم روی مانیفکتچرر و میخوایم میانگین تعداد سیلندر رو داشته باشیم. معنیش چی میشه؟ میانگین تعداد سیلندر برای هر مانیفکتچرر چیه؟ سوالی که مطرح میشه. خب ببین، تلاش کنیم ببینیم میتونیم کار انجام بدیم. الان کسی هست که تایدیورس رو فراخونی کرده باشه ولی ام پی جی رو نشناسه؟ خود تایدیورس دیگه. پس الان مشکل خود تایدیورس. اوکی. آره. خیلی خب. پس الان میام ببینیم که آقا تایدیورس رو چجوری نصب باید کرد. بذارین یا اینا زدین پس میگین که این کار نمیکنه، درسته؟ میگه برای آر فلانه. خب یه راه دیگه برای نصب هست. چی؟ میگن که ویو نمیشه. خب یه راه دیگه اینه، حالا من هم اینو چجوری، امیدوارم که اینو بتونی تایپ کنی، ولی دیو تولز رو دوباره نیاز داریم. بذاریم بتون بگم لطفا این دو خط رو اجرا کنین اگر که براتون نصب نشده. فقط مطمئن باشین که نصب نشده، یعنی وقتی از به قول دوستمون وارنینگ میده ولی درست اجرا میشه. یعنی اگه نمیتونین ویو، یعنی اینو زدین و ویو ام پی جی رو اگه نمیتونین بزنین اون موقع، یعنی ام پی جی رو، ویو ام پی جی رو که میزنین چیزی نمیاره براتون، اون موقع این دو خط بالا رو اجرا کنید. خب نکته که وجود داره، ما گفتیم چیکار کنیم؟ ببینیم که بر اساس هر مانیفکتچرر میانگین تعداد سیلندرا چقدر. خب سیلندر که ستونش این CYL، خب مانیفکتچرر هم اینجوری نوشته میشه، فقط مطمئن نیستم که درست نوشتم.
شما پس اشتباه نوشته بود، منیفکچر. خب بسیار خب، پس اگه من الان ببینم که خروجی این چی شد، خروجی این شکلیه که به ازای هر منیفکچره سیلندر رو به من میده. نه میگم دی اف اینا اسمه، یعنی اصلا مهم نیست، یعنی مثلا من میتونستم تغییر بذارم اسمش. این اسم توابع مهمه که دقیقا همون باشه. آها من ویو رو زدم، اگه اینو چاپ میکردم اینجا میآورد که خیلی چیز هست. چرا نکردیم؟ آها چرا مثلا لیست استفاده نکردیم؟ یعنی اون یه حالت خاص بود. شما اون وقتی که شما از خارج از چیز دارین اگرگیت میکنین، اگه چیزی به طولش و اندازه تعداد سطراتونه خب و توی دیتا ستتون نیست، اگه تو دیتا ستتون باشه یه ستون کافیه که همین کار رو انجام بدید. اونجا انگار به صورت مثلا من الان میتونستم یه چیزی به همین طول داشته باشم که حالا فاکتور باشه و دقیقا این کار رو انجام بدم. خب بیاین یه تمرین دیگه هم سریع انجام بدیم و بریم. مثلا بیایم اونایی که اون ماشین هایی که بعد از سال 2000 تولید شدن رو بر اساس کلاسش، من بذار اینجوری بگیم، بر اساس اون ماشین هایی که سال بعد از سال 2000 تولید شدن، این سال که همینه، بر اساس کلاسشون اگریگیت کنین روی مثلا بگیریم این HWY که نمیدونم چیه، مثلا هایوی احتمالاً یه چیزی. خب پس چیکار کنی؟ اون ماشین هایی که بعد سال 2000 تولید شدن روی کلاسشون اگریگیت کنین و میانگین این HWY‌شون رو برگرد. الان باید هم از سابست استفاده کنین هم از اگریگیت دیگه. خب ما اول یه سابست میگیریم از این عزیز که چه شرطی داره؟ سالش بعد 2000ه، درسته؟ بعد چی کار میکنی؟ اگریگیت میکنیم HWY رو بر اساس کلاس روی دیتا ست همین DF، دیتا فریم همین DF و میانگی میکنیم. خب اگه نگاه کنیم به DF، این شکلیه که دقیقا روی همه کلاس ها، که البته اولش اومده اونایی که قبل سال 2000 بودن رو حذف کرده، از روی همه کلاس ها میانگین اینو گرفت. خب پس خیلی چیز عجیب غریبی نیست، صرفا این باز دوباره کار با دیتا فریم. حالا ما یه مقدار بیشتر پیش میریم، یه سری چیز جالب و جذابتر میگیم که این تقریبا این کارها اینا رو پوشش میده. خب آره دیگه، چون کاری که داریم میکنم اول باید ماشین 2000 رو حذف کنیم، چون اگه اگریگیت رو بزنیم دیگه اون ستون 2000 از دست میده، اون ستون سال از دست میده. خب پس ما سابست و اگریگیت رو یاد گرفتیم، تمرین هم انجام بدیم. خب آره یعنی خروجی اونو ریختم تو دی اف، بعد دوباره روی دی اف که خب اون توسم اینجا دی اف وان باشه، اینا مثلا دی اف باشه، این دی اف وان باشه. خیلی میگم اینا اسم گذاری خیلی فهم. حالا یه سری کار دیگه، یه پکیجی وجود داره، این تای دیورستون امیدوارم نصب شده باشه، یه چیزی وجود داره، همون تای دیورس کافیه، ولی اگه بخواین خیلی این دی پی ال وای آر یه چیزیه که توی تای دیورس. خب یعنی اگه احتمالاً باید بشناسیدش ان شاء الله اگه مشکلی نباشه، اینو اگه اجرا کنین یه سری فیچر، یه سری ابزار خیلی خوب روی دیتا فریم ها الان بهتون میده. مثل چی؟ مثل اینکه همون آیریس رو در نظر بگیری، یه چیزی هست به نام فیلتر
چیزی هست به نام فیلتر که شما چیکار میکنین؟ میان میگین که آیریس رو فیلتر کن، این همون سابست اینجا عمل میکنه. شرط هم چیه؟ شرط هم اینه که مثلا طول کاسبر کمتر از 3 باشه. آره DPL وایر. آره اینا این فانکشن هایی که الان میخوام بگم همشون تو DPL وایر هم. الان همه کسایی که تایدیورس دارن DPL وایر دارن دیگه، تونستم چیز کنن. اوکی خب این ابزار خیلی مهم، یعنی واقعا چیزی که خیلی ساده میکنه کارا رو، اینجا رو خیلی دقت کن. فیلتر پس چیکار میکنه؟ این کارو میاد انجام میده. حالا ببینیم که اوکی بعد الان خب الان همونجور که میبینین فقط سطرهایی رو نگه داشت که این شرط در موردشون درست. خب میگم این سابست عمل میکنیم. حالا میتونم دوباره یه شرط دیگه هم اضافه کنم، یا اینکه مثلا صدش. حالا این صده رو شما اسم تغییرش پس دو تا شرط گذاشتم، یعنی یه عبارت منطقی که دیروز یاد گرفتیم اند و اورو، این اور بود، یعنی هر کدوم از دو طرفش درست بودن درست بود، اندم که یاد گرفت. خب پس این شد از فیلتر که اینه چی کار میکرد، اینه سابست کار میکرد. حالا برای سلکت کردن ستون از دیتا فریم ما یاد گرفتیم مثلا کلی روش یاد گرفتیم، یه روشش مثلا با اندیس 1 تا 3 مثلا. آها راستی من تا الان اینو نگفتم، این گفتم که میتونین اینجوری انتخاب کنین از دیتا فریم، درسته ستون اول تا سومش انتخاب میکنه، اینو بذارم خب ستون اول تا سوم، ولی میتونین اگه میتونین اینجوری هم بنویسین، اینم با ستون اول تا سوم انتخاب میکنه. میتونین یا اینجوری بعد کاما باشه ستون که مشخص کنین، یا اصلا کلا کاما نذارین، اگر که یه همچین چیزی بدین این ستون ها رو انتخاب کنین. خیلی مهم است. ببین آخه ویژگی اصلی دیتا فریم ستون هاش، یعنی شما میگین 1 تا 3 اون ستون ها رو. خب حالا کاری با این نداریم. خب یه راه این بود دیگه، درسته این سه تا ستون اول انتخاب میکرد، ولی یه وقتی مثلا ستون پنجم رو میخوام، ستون دهم رو میخوام، ستون مثلا 25 رو میخوام، خب و یه راه اینه که من اینجا سی بدم و اینا، یه راه دیگه شم که گفتم با اسم بدم و اینا، یه راه دیگه شم که راه ساده یه اینه که از سلکت استفاده کنم. از سلکت استفاده میکنم برای اینکه بیام یه سری ستون رو مشخص کنم، مثل مثلا این دوتا ستون رو انتخاب کرد. درسته. از ما یاد گرفتیم فیلتر کنیم اون چیزایی که نمیخوایم رو، در واقع اون چیزایی که میخوایم رو بکشیم بیرون، سلکت هم کردیم مثل ستون، ضمن اینکه اینا رو دیگه لازم نیست داخل دابل کوت بذاریم. خب فعلا تا اینجا همه ابزارهایی که قبلا داشتیم و داریم صرفا توی قالب انگاری یک پارچه تر دید. چیزایی که میخوایم و میگه آره سلکت میکنم، سابست میکنم. یه چیز دیگه هست به نام میوتیت. میوتیت چی کار میکنه؟ ما گفتیم که اگه بخوام یه ستون اضافه کنیم یا مثلا حالا یه ستون رو تغییر بدیم توی یه دونه دیتا فریم چی کار میکنیم؟ میایم میگیم مثلا آیریسه مثلا یه دونه نیو با یه چیز مثلا، حالا اینجا چون تعداد
سطرهای 150 تا بود 150 تا، یه دونه ستون جدید اینجوری اضافه میکنیم، درسته؟ بعدش هم اگر که ویو کنیم آیریسو دوباره میبینیم که یه دونه ستون بهش اضافه شد، درسته؟ خب حالا یه راه دیگه باز دوباره میخوایم معرفی کنیم برای اینکه یه ستون جدید اضافه کنیم، این چجوریه؟ میوتیت میکنیم آیریس رو و یه ستون میذاریم اسمش اصلا نیوکاله و چیه؟ یک تا 150 مثلا. پس میوتیت برای چیه؟ ایجاد یه ستون جدید. اما یه سری ویژه جالب داره، حالا من الان اینو اجرا میکنم. خب بهتر بود نیکال دو میذاشتم که ببینیم که اجرا شده. آها، سی بایند میچسبونه از در واقع از راست حالا یا چپ میچسبونه دو تا چیزو به هم، دو تا دیتا فریم رو به هم. این کاری که میکنه اینه که یه ستون جدید، حالا این میگم یه روش جدیده برای اون اینجوریه که شما باید اول تولید کنید بعد مثلا اضافه کنید، اینجا یک سره میخوایم کار انجام. حالا یک ویژگی جالب دیگه که میوتیت داره اینه که شما میتونید از ستونهای خودش استفاده کنید، ستونهای خود دیتا فریم استفاده کنیم برای اینکه ستون جدید رو اضافه کنیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه میخوام یه دونه ستون داشته باشم که ضرب عرض و طول کاسبرگ رو به من بده. چی؟ آن گفتیم دیگه منفی اگه بذاریم پشت. خب حالا اگه این اجرا کنیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید یه دونه ستون اضافه شده که مقادیرش برابر ضرب این عرض و طول، درسته؟ پس این هم میوتد. یه بار دیگه مرور کنیم فیلتر چیکار میکرد؟ اون یه سری چیزهایی که میخواستیم رو انتخاب میکرد، یعنی روی ستون ها یه سری شرط میذاشتیم و سطرهایی که این شرط رو این عبارت منطقی رو ارضا میکردن انتخاب میشد، درسته؟ حالت دوم سلکت بود، سلکت چیکار میکرد؟ یه سری ستون خاص رو انتخاب میکرد. بعدی چی بود؟ میوتیت بود که یه دونه ستون جدید اضافه میکرد، زمان میتونستین از ستونهای خود این دیتا فریم هم استفاده کنید. خیلی وقتا یه همچین چیزی لازم میشه، یعنی حالا احتمالا میبینیم تو تمرین ها. باز میگم همه اینا قابل انجام توسط همون دستوری که قبلا بلد بودیم، ولی کارش خیلی بیشتر. مثلا اگه بالایی رو اگه میخواستیم بزنیم میزدیم آیریس نیو کال تو، چیکار میکنیم؟ میگیم که یه دونه آن بذاریم، میگیم که آیریس فلان ضرب در آیریس که انگار این آیدیسه داره تکرار میشه دیگه، چرا باید تکرارش کنه؟ این همین بالایی. خب حالا ما بذار این گروپ های آخر میگم. حالا ما یه چیزی داشتیم مثل به نام، حالا ما اینو داشتیم، حالا میتونیم ضمناً میتونیم یه دونه دیتا فریم رو بر اساس یه ستونش ترتیب سطحاش رو عوض کنیم. مثل چی؟ مثل این ارنج. با ارنج این کار میتونیم انجام بدیم. میخوام مثلا بر اساس طول، بر اساس عرض کاسبر اینا رو مرتب کنم. حالا اگه DF رو نگاه کنم، اگه DF رو نگاه کنم میبینم که بر اساس همونجوری که میبینیم بر اساس عرض کاسبرگ از کم به زیاد مرتب. اگر که شما یه بار مرتب کنید بر اساس مثلا فرض کنید که بر اساس یه ستونی، بعد دوباره اگه مرتب کنید برای مقادیر برابرش، قاعدتا جایی که عوض میشه برای مقادیر برابرشون ترتیب حفظه دید.
آره دیگه، اسم دیتا فریمی که داریم دقیقا بر اساس اسم دیتا فریمی که داریم. چی شد؟ آها، میخوایم نزولی مرتب کنیم. برای نزولی مرتب کردن هم میتونیم از این دستور استفاده کنیم، decreasing. کنم اینه یا آره، حالا اگر که اینو ببینم اینم نزولی مرتب. حالا با ببینید، شما باید یه وکتور بهش بدین، خب درسته، یه وکتور کلا از اسم ستون باید بهش بدین. اما یه کار دیگه میتونیم بکنیم و اون اینه که، یعنی اتفاقا هوشمندیش اینجاست که شما بعضی موقع مثلا اسم یه سری ستون ها انتخاب میکنی یه چیز خاصی توش داره. مثلا فرض کنید من اطلاعات پاسورد رو میخوام، خب میرم اسم ستونایی رو پیدا میکنم که مثلا توی سپل داره، خب که اونا رو دیگه با روش‌های تکست و اینا میگیم که حالا اگر رسیدیم تو این جلسه میگیم که مثلا چه جوری برسیم. ولی نکتهش اینه نهایتا شما، نه شما باید اسم یه سری ستون بدید. خب پس اینم از این. نهایتاً یه چیزی مثل اگریگیت داریم، ولی دقیقاً خود اگریگیت نیست. یه چیزی وجود داره به نام گروپ بای. گروپ بای همونجوری که ازش معلومه یعنی گروه‌های مختلف رو بر اساس یه چیزی رو بر اساس یه چیزی گروه بندی کنی دیتا فریم. خب مثل چی؟ مثل بیایم ببینیم دقیقا بر اساس این گروه بندی. حالا اگه اینو نگاش کنم اینم هیچ فرقی نکرده، همون چیزیه که بوده، همون دیتا فریمی که هم آیریس که من داشتم و الان دارم هیچ تغییر نکرده. اما یه جایی فرقش اینه که شما میایین حالا یه چیزی وجود داره به نام سامرایز. آها این چرا استفاده کرد مثلا سامرایز دیه و میخوام بگم که حالا مثلا همون میانگینه برای همین گروه ها میانگینه چی رو برگردون به من؟ میانگینه مثلا عرض کاسبرگ رو من برگردون. یه ستون جدید پس تعریف میکنم اسمش چیه؟ میانگینه حالا ببینیم خروجی چی میشه. خروجی عین همون اگریگیت هست دیگه، اگریگیت رو یه دونه چیکار میکرد؟ اومده گروه بندی کرده بعد یه میانگین گرفته از عرض کاسبرگ ها و شده این مقادیر. پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ اول یه دونه گروپ بای زدیم، بعدش هم یه به نام سامرایز کردیم، یعنی در واقع یه خلاصه ای به من بده. با اگریگیت یه دونه یکیه این. میتونستم البته یه کار دیگه هم بکنم. علاوه بر این من میتونم حالا چند تا آمار، یعنی روی مثلا چه واریانس هم میتونم بگیرم. خب یعنی چند تا متغیر مختار، یعنی فرقش با اگریگیت اینه. اگریگیت فقط یه دونه داشت،
اینجا ما میتونیم چند تا داشته باشیم. مثل چی؟ مثل این نیا کنید. هم واریانس رو مثلا گرفتم هم میانه. پس میتونم چند تا کار بکنم. اونجا فقط یه دونه فانکشن میتونستم اجرا کنم. باید بگید. پس این هم از گروپ های و سامرایز. نتیجه شبیه. خب ولی ویژگی که داره اینه که تابه هایی که روی صدا میزنه دیگه خروجیش یه چیز دیگه میشه. آره جنس خروجیش فرق داره. حالا یه تمرین جالب اینه که برای اسپیسیز مثلا فرض کنین همین ستوسا، خب برای این ستوسا بیاین ماکسیموم عرض کاسبرگ رو به دست بیاین، سپل دات ویتس ماکسیموم این مقدار رو به دست بیاین برای این چیز ستوسا. خب بزنیم بریم جلو. پس دیف رو اول تعریف می‌کنیم با گروپ های آیریس و اسپیسیز، درسته؟ حالا چیکار می‌کنیم؟ کافیه که سامرایز کنیم دیف رو دقیقا سپل دات ماکس میشه ماکس سپل دات ویتس. خب این خروجیش چیه؟ این خروجیش همون چیزی که میخواستیم و حالا سه تا سار نگاه میکنیم چهار چهار. باز کلی روش دیگه بود برای اینکه این کار انجام بدیم. مثلا چیکار میتونستیم بکنیم؟ سابست کنیم. چرا دیگه؟ چی؟ میتونیم فیلتر کنیم اولش دیگه. چرا اون کارا میشه؟ همه این کارا رو میتونیم بکنیم. کدوم توی دستور سامرایز داریم میگیم؟ نه، تو دستور چون ورودی که میگیره از جنس وکتور نیست، ما اگه اون کارو بکنیم وکتور ما میده. از جنس دیتا فریم. خب پس اینم از این. حالا باز بعد با اینا چیز بشیم، سرکله بزنیم. یه دستور خیلی جالب وجود داره اینجا که اینو من بگم، من به نظرم تا حد خیلی خوبی گفتیم. فقط یه مطلب از بیسیک آر مونده که من نگفتم که اونم مبحث پیشرفته ایه ولی کوتاه. خب میتونیم که کلا تمام کنیم آر رو اینجا. فقط یکم در مورد پلات های خیلی ساده حرف میزنم چون به کارمون میاد توی احتمال در مرحله بعد. اولش بس یکم احتمالا پلات میگم، بعد شروع میکنم آما احتمال و اینا رو میگم. فقط الان این پایپ رو من بگم و به نظرم الان آر رو تا حد 95% چیزی من میخواستم بگم رو گفتم. پایپ چه جوریه؟ ببین شما اینجا مثلا گروپ بای میزدی و اینها، بعد اولش دیتا فریم رو میزدی. خب اینها چون انسان های بسیار تنبلی بودن اومدن یه کاری کردن به این شکل شما تعریف میکنید درصد این علامت درصد. خب اینو وقتی میدین به یک تابعی مثل گروپ بای، خب با همین سینتکس استالا، خب وقتی این کارو میکنین دیگه لازم نیست به عنوان ورودی این آیریس اون اول بدین. انگاری این کاری که میکنه همونجور که از اسمش پیداست مثل یک پایپ، مثل گلوله، این خروجی مرحله قبل که حالا اینجا از دیتا فریم شروع میشه رو میده به عنوان اولین ارگومان این تابع بعدی. مثلا یه مثال میزنیم، مثلا به جای گروپ های مثلا از همون سلکت استفاده کنیم. خب آیریس سلکت چی رو میخوام؟ مثلا میخوام دو تا ستون انتخاب کنم، میخوام این دو تا ستون انتخاب. خب پس این به عنوان اولین آرگومان میره داخل سلکت، بعد دومین آرگومانش هم که این بود. بنابراین اگر اینو اجرا کنم چه اتفاقی میفته؟ این دوتا ستون انتخاب میشه. چرا؟ آها اجراش نکرده. کجا بودیم؟ اینجا
خب حالا بیایم با همین کار مثلا فیلتر کنیم اونایی که عرض کاستریشون کمتر هسته. چیکار می‌کنیم؟ آیریس رو میدیم به فیلتر. درسته. و اونایی که عرض کاسبرگشون کمتر است. آره کاری که میکنه اینه خروجی مرحله قبل که حالا بذاریم فعلا بگیم همین دیتا فریم این رو خب دقیقا همین این چیزی که در مرحله قبل یعنی قبل این علامته خب ور میداره و میریزه به عنوان آرگان اول این تابه. اینجوری دیگه شما لازم نیست تکرار کنید اینجا. حالا مثلا ممکنه ببینید خب چه کاری بود. خب ویژگی که داره این که دوباره شما اینو میتونید به صورت پایپ بدین به یه جای دیگه. من الان این دوتا رو سلکت کردم. حالا فرض کنید که میخوام مثلا فیلتر کنم. یکی گفت چه باحال؟ واقعا به نظرم باحال ترین قسمت آر همین پایپ ها. دقیقا شما اینو میدیم بعد خروجی این چی میشه؟ اونی که این دوتاش سلکت شده بعدش هم میگیم اونایی که اینه چون کمتر از 3 رو انتخاب کن و چیزی که داریم این دقیقا اونایی که این دوتا رو سلکت کرده اونایی که کمتر از 3. و خب خیلی کلا میتونیم مثلا میتونیم چیزی که در مثلا 10 خط قبلا میوشتیم الان در یک خط بنویسیم. بعد الان ضمناً خروجیش این دیتا فریمه بعد هر کاری می‌خوایم می‌تونیم با این دی اف بکنین دیگه. مثلا اینو بگیرین همون کاری که می‌تونستیم بکنیم. پس اینم از پایپ. پس خروجی مرحله قبل یعنی دقیقاً این چیزی که مرحله قبله یعنی تا مرحله قبله مثلا اینجا ورودی این چی میشه؟ میشه همه این چیزایی که تا قبل از اینه. آیریسی که رفته تو سلکت، نایس سلکت شده، حالا میره تو فیلتر. خب به عنوان ورودی اول نباید. پس اینم پایپ. دقیقاً یعنی مثلا من اینجا نمیتونستم الان وقتی این دوتا رو سلکت کردم نمیتونستم بگم اونایی که مثلا گلبرگشون فلانه چون نداریم دیگه. درسته اگه اینو بزنم ارور میده. خب این هم از حالا اگه مثلا ما این یکی رو روی SPCs هم و میتونستیم بگیم چیکار کن حالا گروپ بای کن کار عجیب غریب دیگه داریم روی چی مثلا روی SPCs و بعد چیکار کن سامرایز کن سپل.می میشه مینه اوکی این میاد چیکار میکنه اول آیریس رو میده به سلکت این دوتا این ستا رو سلکت میکنه بعد میگه حالا با زوره بین اینها اونا رو فیلتر کن که طول این حالا این سپل داد ویدس کمتر از 3 باشه بعد برو روی SPCs گروپ بای کن بعدش هم سامرایز کن یعنی و یک ستونی ایجاد کن به نام سپل داد مین که میانگین این هاست. حالا من حتما روی این تمرین میدم یعنی اصلا انتظار نیست الان اینو مثلا کامل فهمیدن همین که یه شهودی بگیرین که همچه امکانی وجود داره فقط این هم ما خروجیشو ببینیم و ببینیم آره دیگه هم همونطور که میخواستیم اول اونا رو اومده سلکت کرده بعد گروپ بای کرده بعد فیلتر کرده بعد گروپ بای کرده و بعدش میگن در ادامه دیتا فریم ها یه چیزی داریم به نام تیبل یا این تای دیورس رو شما دیدین دیگه لایبرری تای دیورس. خب یه چیزی وجود داره به نام تیبل که این در واقع تایدی تیبله یا همچین. خب ولی شما میتونید با کتابخونه تیبل هم در واقع از توابش استفاده کنی. این تیبل از زیر مجموعه همون تایدیورس بنابراین یا میتونید تایدیورس رو بیارین که کلا همه اینا رو داره یا اینکه فقط همین تیبل رو فراخونی کنید. اگر که دارین فراخونیش کنین خب حالا من
میتونم یه دیتا فریم رو، اگه دیتا فریم مثلا دیتا فریم آیریس رو در نظر بگیرم، خب میتونم تبدیل به تیبلش کنم شکلی. خب حالا ببینیم دقیقا چجوری نشونش میده. ببینیم من اگه خود آیریس رو چاپ میکردم چه اتفاقی میفتاد. ببینین او آیریس خیلی بزرگ، بذار هدش رو بگیرم. خب هد آیریس رو ما گرفتیم. خب ستون هایی که برامون چاپ میکنه چیه؟ مثلا اینا رو همه رو چاپ میکنه، بعد مثلا اینجا جا کم میاره، میره خط بعد و خب یک قالبیه که من خیلی ترتمیز نیست دیگه حالتی که چاپ میکنه، ولی خب اگر که از تیبل استفاده کنم، اگر از تیبل استفاده کنم میبینید که همه ستون ها رو چاپ نکرد، صرفا اونها رو چاپ کرد که جا میشدن توی این صفحه من، توی کنسول من. خب اگر که من مثلا حالا این صفحه رو بزرگتر کنم و دوباره اینو ران کنم، آها این که مال قبل بود صرفا تیبل. خب و الان میبینی که حالا چون صفحه رو بزرگتر کردم، دو تا ستون دیگه هم جا شد، دو تا ستون دیگه رو هم آورد. زمینی که مثلا اینجا مثلا جا کم داشته برای اینکه لینکس رو کامل بیاره، اینجا گفته که مثلا بقیه‌اش یه همچین. منظورم این که خلاصه کاری که میاد میکنه اینه که صرفا به شما بهتر نشون میده وقتی که یه دونه دیتا فریم رو چاپ میکنی. این یه کاریه که میکنه. کار دیگه که میکنه اینه که میاد تایپ هر ستون رو این زیر ستون ها میمیسه. مثلا اینا دابلن، دابل یعنی عدد اعشاری. خب این رو میاد این زیر میمیسه، اندازش رو همونجا میگه، یه دونه تیبل 150 در 1. حالا این 150 در 1 منظور که تعداد سطراشه، حالا اینکه چرا این یکه، بخاطر اینکه اینو کلا به صورت یه وکتور یه تیکه می‌بینه و همین دیگه. آها میگه یه دونه ستون دیگه هم داره که حالا من نیاوردم SVC که این از فرم فاکتور. خب پس تیبل همون دقیقا دیتا فریمه و همه کاری که میتونیم بکنیم از جمله اون چیزایی که تو DPLYR دیروز یاد گرفتیم، مثل شما تایدیورس رو داشتیم. خب اونو لود کنیم. خب بعد DPLYR رو مثلا یه نمونه اگه بخوایم روش بزنیم، DPLYR یادتون از دیروز دیگه، مثلا یه نمونهش چی بود؟ یه دمونهش فیلتر بود. مثلا فیلتر کنیم اونایی که SPCs، نه اونایی که مثلا سپر باید لیمز. کم ترسیست چرا نخونیم؟ کجا رفت؟ من گم کردم. چرا اینو نخ... آها تیبل رو که چیزه، اینو باید بریزیم توی یه چیزی iris.tibel. iris.tibel رو چرا نمیتونه؟ دوباره میتونم از همون چیزهای DPLYR استفاده کنم. دیگه خب یه چیز بدیهی دیگه هم که نگفته بودیم که چجوری اصلا یه دیتا فریم تعریف کنیم. شما دیتا فریم رو هم میتونید از یه ماتریس به دستش بیاریم. مثلا چه میدونم بیاین یه ماتریس تعریف کنیم، مثلا یه وکتور داشته باشیم 1 تا 12، بعد یه دونه ماتریس بگیریم از این وکتوره که تعداد سطراش 3،
خیلی بده که اینجا هر وقت من اجرا میکنم. خب بعد پس الان یه من ماتریس هم نگاه کنم به این شکله. خب حالا میخوام دیتا فریمش کنم با دیتا دات فریم من میده اینا. قد دیگه اسم ستونه ها چون بشنردن x1 تا x4 میذاره دیگه. خب پس این یه راه از روی ماتریس درستش کن. آها این نکتهش اینه که ببینیم این تیبله، خب برای اینکه بتونیم به اون دیتا فریمی که توش دسترسی پیدا کنیم، خب این یه سری ویژگی داره. یعنی برای اینکه از برای نکته خوبه، برای اینکه یه تیبلی که از روی یه دونه دیتا فریم به دست اومده رو می‌خوایم به اون دیتا فریم دست پیدا کنیم، بعد از این دستور بریم، از این دالر بریم. این دالر اگه یادتون باشه کلا مثلا تو لیست یه دونه از اعضای لیست رو مثلا میتونست نشون بده، توی دیتا فریم یه دونه از اسمای ستونا رو نشون میداد، یعنی یه دونه از ستونا رو نشون میداد. اینجا هم این تیبلی که تشکیل میدیم و به اینا اصطلاحا میگیم انگار بگیم فیچر الان، بعد برای تیبله یه فیچر وجود داره که همون دیتا فریمی که از روش ساختیم. آره صرفا برای اینکه به اون دسترسی پیدا کنیم که همین مثلا بخوام به ستون دوم این دست پیدا کنیم. این ستون دوم اون دیتا فریم هست دیگه. چی؟ آها حالا دیتا فریم، حالا میتونم یه کاری دیگه میتونم یه کاری بکنم مثلا ستون ها رو بهش بدم. مثلا ستون اول مثلا باشه 1 2 3، ستون دوم باشه قاعدتا باید تعدادشون برابر باشه دیگه. ستون دوم باشه مثلا نه ببین الان من میخوام اون دیتا فریمی که تیبل برای نشون دادن خیلی خوب بود دیگه. خب من میخوام اون دیتا به اون دیتاش دسترسی پیدا کنم. خب یعنی به همون دیتا فریمی که در واقع توی این تیبل هست دسترسی پیدا کنم با داله این کار میکنم. آها گفتم ببینیم مثلا این الان اینجا اگه شما نها کنیم این برای نگاه کردن به دیتا خیلی خوبه. الان ببینین ستونهایی که میاره مثلا بنز عرض اینجاست، مثلا سطرهایی که میاره معقوله، بعد میگه که تایپ هر ستون چیه. آره فرقی نداره با دیتا فریم اصولا. خب پس این هم DF رو اگه نگاه کنم پس من اینجوری ساختم دیگه، کالمن 1 کالمن 2. پس یه راه دیگه شم اینه که من یه سری وکتور هم اندازه بدم، اسمم بهشون بدم و دیتا فریم هم ساخته میشه. به همین شکل هم میتونم از یه لیست هم بسازم. دیروز گفتیم اگه که اعضای لیست برابر باشه فرض کنیم اصلا همینا رو بدم. آره تبع دیتا فریم با آها دیتا فریم میتونه ستون هاش نوع تایپ های مختلف باشه، اون فقط عددی میتونه باشه، این تایپ های مختلف میتونه. خب اگه لیست رو یادمون بیاد که شما مثلا المان های مختلف براش در میان، هر کدوم از این المان ها خودش یه داده ساختار بود، میتونه ساعت لیست هم باشه، یعنی یه چیز خیلی تو در تو اینها. بعد نکته که وجود داره این که حالا چون یه لیستی دارم که المان هاش انگار یه سری وکتور هم با طول برابر، اینو من میتونم به دیتا فریم تبدیل کنم.
خب باز رو با همین دستور دیتا فریم. اوله خیلی پس این هم از این. حالا بریم سراغ یه چیزی به نام مپ که از کتابخونه پوره. اگه دوباره شما تایدیورس رو دارید، یه بار کافیه تایدیورس رو لود کنیم، همه اینا توی تایدیورس هست. کلن تایدیورس یه سری ابزار برای کار با دیتا فریم ها و اینها و لیست ها و کلن یه سری ابزار جانبیه. خب اگه اینو لود کنم چیزی وجود داره نام مپ، همونجوری که خب میتونیم بگیم مپ. خب این مپ روی لیست کار میکنه. خب پس از این لیستمون اول تعریف کنیم، همون لیست قبلی که ال بود رو بگیرید، ال این بود دیگه، درسته؟ ال رو در نظر بگیریم. من مثلا میخوام بگم که رو هر عضو، این خیلی لیست خوبی نیست، بزن یه لیست دیگه اول تعریف کنیم، یه لیست عددی تعریف میکنیم. این انگار فیچر المان رو داره نشون میده. خب برای لیست المان هامون، حالا یه سری دیتا فریم هم که یه سری اسم دارن. خب المان اول هم مثلا اینجا گفتم یه دونه وکتور بود عددی بود، اینجا یه دونه وکتور بود. واسه فیچر حالا دیتا فریم المان هاش انگار چی هم؟ ستون هاشن، ستون هاشن که من باز داره با دالر میتونم نشون بده. خیلی خوب، المان اولش رو بگیریم مثلا 1 تا 4، المان دومش رو بگیریم مثلا اعداد زوج 1 تا 100، اعداد فرد 1 تا 100، اون یکی هم بگیریم، این سه رو هم بگیریم، چی بگیریم؟ یه سیکونس دیگه دوباره عدد 100 تا 1. دقت کنین که این سیکونس رو همونجوری که میتونستیم با گام های مثبت بریم، با گام های منفی هم میتونیم بریم. یعنی که میتونین الان گام منفی بذارین اینجا، اولش از آخرش کوچیک‌تر بزرگتر باشه. خب پس ما الان یه همچین لیستی میسازیم. حالا فرض کنین که میخوام من میانگین بگیرم رو هر المان این لیستم. خب چیکار میکنم؟ میگم مپ لیست و تابع می. خب این چیزی که به من میده چیه؟ این چیزی که به من میده میاد این تابع رو، این اعضای این لیست رو انگار مپ میکنه به این تابع، مپ میکنه با این تابع. خب یعنی میانگین عضوای اول، یعنی مین رو اجرا میکنه روی المان اول، مین رو اجرا میکنه روی المان دوم، مین رو اجرا میکنه روی المان سوم. چیزی که به من برمیگردونه چیه؟ دوباره یه لیسته. اگه اینجا نگاه کنم اپلای که رو دیتا فریم بود، ولی منظورتون ال اپلای. آها این سریع تره صرف. یک ویژگی دیگه هم داره، خیلی ساده تر میشه نوشته. چجوری؟ پایپ یادتونه؟ خب چیکار میکردیم؟ ال درسته، ال ال روش مپ میزنیم، تابع مین رو صدا میزنیم. زنا خیلی سریع، ولی این سریع تر بودن واقعا به کار هم میاد. حالا وقتی که تعداد زیاد، مثلا توی الان روی لیست بسیار عظیمی این کار رو انجام بدین و مثلا ال اپلای خیلی کند میشه، ولی مپ خیلی سریع. خب و میگم اینجوری هم میتونی استفاده کنی. اگه میزدم مین ال ببین چی میدم، نه رو هر المان نمیده، روی واسه وکتور این کار میکنه، ولی واسه لیست نه. واسه وکتور هم میتونم این مپ رو البته بزنم، مثلا بگم 1 تا 100 بعد بهم واریانس شده. بله لحظه بخشت. ها
ورودیش حتما باید لیست باشه. فقط نکته که وجود داره اینه که میتونین یه دونه وکتور هم همینجوری با دستور لیست لیست کنین و بگیریم. بعد شما چیزی گفتین؟ چی گفتین؟ لیست نمیتونه باشه المان اولش. آها اتفاقا چرا؟ ببین کار عجیب غریب اصلا میشه کرد باش. مثلا فرض کنی یه لیستی داریم، کلا این تابعه یعنی اون مپه میشه هر چیزی باشه. ببین مثلا یه دونه امتحان میکنیم، مثلا همین آیریس رو بگیریم. خب یه لیستی از ام پی جی هم که داشتیم نه این کار رو میکنیم، لیستی از دیتا فریم ها مثلا ایجاد میکنیم، میخوایم ستون اول یه سری دیتا فریم ها مثلا داشته باشیم. خب یه دونه لیست ایجاد کنیم، مثلا بذاریم اسمشو آیریس، اولی رو توش آیریس بریزیم، دومیش هم بذاریم ام پی جی، اگه ام پی جی توی همون تای دیورس بود دیگه. خب اینم بذاریم ام پی جی. حالا این برای که اشتباه نشه مثلا بذاریم آیریسیه که بدونی اینا اسمن و اینها دیتا فریم هامون رو نشون میدن. خب این شد پد ام پی جی رو من چون تای دیورس رو خیلی. الان لیستی که من دارم یه لیستی از چیاست؟ دیتا فریم هست، درسته؟ حالا میخوام ستون اول اینا رو برگردم، چیکار میکنم؟ رو ال مپ میزنم. خب بعد حالا یه نکته وجود داره، من اینجا یه دونه تابع ساده استفاده کردم که از قبل تعریف شده بود، اسمش مین بود و الان استفاده کردم. یه کار دیگه که میتونم بکنم اینه که الان اینجا خودم یه فانکشن تعریف کنم به این شکله، میخوام یه فانکشن دلخواه رو انجام بدم. خب چیکار میکنه؟ هر کدوم از اعضای ال رو میگیره به عنوان این x میذاره و حالا کاری که توی این فانکشن هست رو روش انجام میده. چیکار میکنیم؟ میگیم x ستون اولش رو به من بده. آره درست. نه کاما اینجا نمیخواد بذاریم. این انگار ببینیم شما اگه میخواین یه تابع بیرون تعریف کنین، یه بار دیدیم دیگه بدون آکولات شما میتونین این کار رو انجام، این فانکشن x. خب من الان بهش میگم که تک تک اعضای این ال رو بگیر روش این فانکشن رو مپ کن. خب بعد میگیره عضو اول رو برمیداره آیریس. خب حالا ستون اول رو برمیگردیم. خب یکم پیچیده است ولی خیلی کاربردیه. ببینیم خروجیش چی میشه. اگه خروجیش رو ببینم میبینم که خب برای عضو اول آیریس رو برای اون ستون اول آیریس رو برگردونه به من، اینم ستون اول ام پی جی رو به من برگردونه. تای دیورس مثلا یه مثال دیگه چیه؟ اینکه بیایم مثلا دو تا آیریس در نظر بگیریم، یعنی میتونستیم، یعنی صرفا چون دیتا فریم دیگه فعلا نداریم، آیریس یک. آره اسم خودمون انتخاب کنیم، من صرفا اونو گذاشتم آیریس یک که مثلا اشتباه نشه با اون آیریس. آیریس دو میذارم، اسمشو چی میذارم؟ دوباره آیریس میدم بهش، برای اینکه صرفا دیتا فریم دیگه فعلا معرفی نکرد. خب و اینو میذارم توی دونه لیست. الان میخوام چیکار کنم؟ مثلا میخوام جمع ستون اول و دوم رو برگردونم. خب چجوری بنویسمش؟ دات ا ا چجوری بنویسم اینو؟ میخوام جمع ستون اول دوم رو برگردونم برای هر کدوم از این المان ها. نه جمع المان به المان ستون اول دوم. x1 به اضافه x2، درسته؟ باز دوباره جمع ستون اول دوم. فقط دقت کنی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که میگم برمیگردونه لیست برمیگردونه، یعنی شما مثلا میتونید دوباره فراخوانی کنید و به همون اسم همون المان‌های اون لیست هم اسمشو میذاره دیگه. حالا اگه من برگردونم میشه یک آیه برگردم،
یا هر چیز دیگه، لیستی از لیست ها میتونیم تعریف کنیم. بیایم مثلا یه سری لیست تعریف کنیم. اصلا بیاین اصلا تعریف کردن لیست رو هم با همین مپ انجام بدیم. لیست یک تا یه سری یک تا ده بگیرم، بعد مثلا بیام چیکار کنم، بیام بگم یه دونه مپ بزن فانکشن x یک تا x. این چی بهم برمیگردونه؟ آره دقیقا. خب حالا اولی که برمیگردونه یکه، یک و دوه، یک و دو و سه، درسته؟ پس یه لیستی الان برمیگردونه که میتونم روش باز کار دیگه بکنم. آها یه نکته ای داره، بذاریم که اشکالش چیه. این دقیقا مپ میکنیم. ولی الان یه مشکلی خوردیم که میگه که فقط اولی استفاده شده. چرا؟ آها اوکی شده. خب پس ما یک تا ده، گفتم وکتور هم میتونیم بدیم، ما یک تا ده رو دادیم بهش و اون این کار کرد. خب الان یه لیستی داریم دهتایی که هر کدوم از اینا خودشون یه وکتور هست. حالا فرض کنین که من میخوام واریانس اینا رو برگردونم. خب سوال خوبیه، بذاریم ببینیم که چرا لیست یک تا ده خطا میده. بذاریم اصلا لیست یک تا ده ببینیم چیه. لیست یک تا ده نکته اینه، ببینیم وقتی که شما لیست یک تا ده رو میدین، عضو اول خودش یه وکتور. وقتی که وکتور رو میدین به یک تا ایکس، مثلا فرض کنین که بدین یک تا ایکس، بعد یک تا ایکس رو خودش بدین یک تا مثلا ده، این فقط عضو اول رو برمیداره. مشکل این عضو اول رو برمیداره همیشه. خب از کاری که باید بکنیم اینه که تک تک اینا رو برداریم. وقتی که اینجوری میکنیم بسیار خوب. بعد چیکار میخوام بکنیم؟ مثلا فرض کنیم که میخوام واریانس بگیرم رو تک تک این اعضا. من اینجا ور رو میدادم کافی بود دیگه، یا میتونم بدم ور x اینجا، اینو کلن بدم ور. حالا یه چیز دهتایی دارم که هر کدوم. حالا چرا این n a شو؟ چون یه دونه تک عضو واریانس نداره. خب قبلش بوده رو تک به تک ازش رو ور میداره میده به ورودی این فانکشنه. حالا این فانکشنه ممکنه مثلا مین باشه که از قبل تعریف شده، یا یعنی اینکه خود اونجا داریم تعریفش. خب میگم ام اپلای هم نه آها اون داستان اینه که شما وقتی مپ رو میزنی، خب ام اپلای اولش مپه دیگه. نه فانکشن چکی نیست، این یه چیزایی داره، یه چیزای متفاوتی داره. بازش میکنم اینجا نیست. این چی کار میکنه؟ این اپلای
ام اپلای هم ام مثل ال اپلای و اس اپلای که دیروز گفتیم دیگه. حالا اونم اینجوری بودش که یه دونه وکتور میگرفت، یه دونه لیست میگرفت یا وکتور میگرفت، بعد تک به تک این رو روش اجرا میکرد. فقط نکته که وجود داره اینه که شما میتونین آره دیگه ورودی ها رو هم بهش میدین دیگه، ورودی آرگومان های دیگه این المان رپ هم بهش میدین، یعنی اینا آرگومان اولش این آرگومان دومش. بعد چند تا نکته دیگه داره این مپ، شما الان میتونین باز دوباره تو در تو استفاده کنین دیگه، مثلا اینو مپ بزنین، فانکشن یک تا ایکس بگیرین، فانکشن ایکس یک تا ایکس، بعد میتونین مپ بزنین مثلا واریانس بگیرین، بعدش هم میتونین مپ بزنین فانکشن x به توان دو. این چی کار میکنه؟ این دقیقا همون یک تا ده رو میاد اون لیست رو ازش تولید میکنه، بعد از هر کدوم واریانس میگیره، بعدش هم به توان دو میرسونه. نه خود وکتوره رو، خب اگر که یه وکتور رو بدیم به ورودیش، خب اینو به عنوان یه لیست میگیره که عضو اولش یک هست، عضو دومش دو هست، یعنی عضو اولش یعنی اون المان اولش میشه عضو اول وکتور، المان دومش عضو دوم وکتور. این لیست خاصی که ما داریم تولید میکنیم، خب این یک نفهمیدم منظورتون یه لیست یک تا ده حتی میخوام یک تا ده یه لیست یک تا ده چیزی الان من اینو تا حالا بیخیال چیم، ولی دقیقا این مپه وقتی که این کارو میکنیم به این شکل میبینه، یه همچین لیستی میبینه، عضو اولش یکه، عضو دومش دوه، عضو سومش سه، و وقتی که اینو اجرا میکنم همون چیزیه که شما فقط منظور بتونه. آره بهش میگیم پایپ. آیا یه چیزی درصد بزرگتر درصد رو میتونیم با کنترل شیفت ام یا کامند شیفت ام اگر که مپ اگر که مک دارین ایجادش کنیم؟ خب شما این سوال پرسیدین، همین آره، ولی مثلا چند تا مپ تو در تو باید بنویسیم، مثلا حالا اینجا که خیلی راحت، ولی کلا این مپه دقیقا جایگزین خیلی خوبیه برای فور، چون فور خیلی کنده تو آب. نمیدونم سیج رو پایتون یه چیز داریم لامدا اکسپریشن ها، چون مثلا با لامدا اکسپریشن ها تقریبا همجی کاری میشه که بازم تو در تو چی شده؟ و این بین فانکشن و این؟ نه دیگه فانکشن رو وقتی من تعریف میکردم این فانکشن اگه یادتون باشه اینجوری بودش که اگر که یه خطی بود میتونست آکولاد نداشته باشه، من به این شکل یا حتی به این شکل این اوکی. این تماما نمیشه گفت، چون فورم باز دوباره خیلی شرایط، یعنی چه شرایطی داره، ولی مپ تقریبا سریع تر مساویه فوره در خیلی از شهر. من خودم ترجیحم مپه به چندین دلیل، یکی اینکه خیلی کمتر کد لازمه بزنیم، خیلی کمتر لازمه، اگه میخواستیم ما همین رو با همین استفاده، حالا ما شد خیلی هوشمندتر انجامش بدیم، اگه میخواستیم این کار رو با فور انجام بدیم باید چند تا فور میزدیم. و میگم دیگه میتونی شما به عنوان لیست هر چیزی رو بدین، خوبیه لیست همین بود دیگه، کلی دیتا استراکچر مختلف میتونست تو خودش جا بده.
حالا مثلا یه کاری که بیایم بکنیم، بیایم مثلا یه همچین دنباله رو تولید کنیم. خب فرض کنیم که من یه دنباله این شکلی دارم، 1 1 1 2 2 2 3 3 3 مثلا 3 4. خب این چه دنباله ایه؟ ببین ترتیبش که همون یک تا مثلا، حالا اینو مثلا تا کا ادامه بدیم، حالا ترتیبش که همون یک تا کاست، یعنی اعداد به ترتیب اومدن. خب فقط نکته که وجود داره، هر کدوم از اینا یه تکراری داره که ما از قبل میدونیم. خب یعنی مثلا بالایی ها رو اگه بخوام بگم، میگم 4 تاست، بعد 5 تا مثلا تکراری داره، بعد مثلا این چند تاست، مثلا 7 تاست، این 4 تاست و حالا یه تعدادیه. خب حالا هر چیزی، پس یه وکتور داریم که اون وکتوریه که میخوایم در واقع تولیدش کنیم. خب که اعداد همون یک تا کا هن، فقط هر کدوم از این یک تا کا یه تعدادی تکرار شدن که این تکرارشون تو وکتور دوم اومد. حالا سعی کنید اینو با مپ تولیدش کنید. نه به این، اون اصلا متفاوته با این تیبل. شما یه وکتور داریم مثلا ببینین سی 1 و 1 و 2 و 3 و 2 و 4 و 2 و 1 3. خب یه همچین وکتوری داریم، بعد این وکتور رو ازش تیبل بگیرین چی میشه؟ تکرار رو بهتون میده. نه اینجا شما یه دونه چیز داریم، آره درست، این هم وکتور راست. نه دو رو میدین، یک رو میخواین دیگه، یعنی تکرارا رو میدین، چون یک و دو و سه ایناش که میگم ترتیبش مشخص. حالا سوال همه فهمیدن؟ منظور که همچی چیزیه ها، من اشتباه چسبوندم بخ. آره به همین تعداد تکرارها، تکرار مثلا عضو آی این نشون میده که آی چند بار تکرار میشه تو اون وکتور. ببخشید یه لحظه بگین یه بار. نه ما از یکی وکی یک نمیخوام برسیم به وکی دو، از دو میخوام برسیم به یک. عضو آیام دنباله وک دو نشون میده که آی چند بار تکرار شده. آره دقیقا رپ، از رپ باید استفاده کنید به اون تعداد این کار رو انجام بده. نه ببینیم ما از وکتور دو، ما وکتور دو رو داریم، به اون دو تا چیز میدن، یکی وکتور دوه یه دونه هم کاه. خواهی میگه تا چه عددی اینجا تکرار میشه. خب بعد این دوتا رو به همون میدن، اینا ورودی همون، هم خروجی اونی همچین دنباله. اینا رو ترتیب دار، راحت تر میکنه کارا. سر صفر میزنم. کسی موفق شد تولید کنه اینو؟ با فور نوشتم. آره دیگه با مپ تردیم. من فور با فور نوشتم. چرا میتونی فانکشن می؟ من حالا فانکشن نمیم. من دو تا مقدار دیفالت گذاشتم. ولی میتونی دیفالت. میخواین با هم دیگه انجامش بدین. اول بذارین یه مرور بکنیم. آرباینوم هم بد نیست، من میخوام یه سری عدد داشته باشم، مثلا اون فرکانسی وک هم این بذاریم، اسم اینو بذاریم فرکانسی وک، این بالای وک تو اینو بذارم تعداد تکرار. خب برای اینکه مثلا یه همچین دنباله تولید کنم، میام یه دونه آرباینوم میزنم، میگم 10 تا، میگم مثلا 50 تا به من بده از
از اعداد بین 0 تا 10 و احتمالا هم میذارم 14 هم چیزی که من میده ببینیم یه همچین چیزیه. خب یه سری عدد بین 0 تا 10 هم که 50 تا هم هستن. خب حالا اگه با 4 بخوام بزنم چیکار میکنم؟ میگم برای هر آی داخل این میخوام بگم که هر کدوم از اعضای 1 تا 50 رو به اندازه به تعداد اون المان، مثلا اگه میخوام بگم که مثلا 1 رو چند بار تکرار کنم، المان اول فرک وکو میگیرم به همون تعداد تکرارش میکنم، درسته؟ خب پس میشه یه دونه به ازای هر آی توی فرک وک به ازای هر جی توی 1 تا 50 بیا چیکار کن؟ بیا تکرار کن. ولی این غلطه. چرا؟ اصلا این غلطه. بهتر این کار بکنی. آره یه بار با فور انجام بده. خب این از این الان خیلی راحت تر شد دیگه. میگه برای هر عدد بین 1 تا 50 بیا اون عدد رو به اندازه اینکه تو فرک بکه تکرارش کن. درسته. دقیقا همون چیزی که همین اولی رو یه تعداد، دومی رو یه تعداد، سه و آی اینجا دیگه 4i الان تعریفش کردم دیگه 4i یعنی 4 وقتی تعریف میکنی خودش متغیر میشه که داخل فرم میتونی استفادهش کنی برای آی در فلان. یک تا ده پنجاه اینو میگی؟ فرک فرک نفهمیدم. ببین آر با اینوم چیو بهتون نگه؟ آره 50 تا عدد رند، نه یعنی 50 تا این n بود این سایز. خب 50 تا عدد رندوم تولید کن که بین 0 تا 10 هم که توضیحشون از این باینومیال. خب پس 50 تا عدد این تولید میکنه. خب بعد این میشه تکرارای اون اعداد 1 تا 50، مثلا اولی، مثلا حالا هر چی که هست، اولی 5 بار تکرار میشه، دومی 4 بار تکرار میشه، سومی 5 بار تکرار میشه به این شکل. خب بعد میگیم که این مثل همون دیگه، مثل همیشه که میخوام یه دونه وکتور جدید تولید کنی میام چیکار میکنیم همون وکتور قبلیه رو تهش چیزی میشه. خب دقیقا این درست داره، این بهتره. میتونستیم حالا دیگه فانکشن هم میتونستیم بدیم. مشکل چیه؟ آها نه ببینیم، من میگم 1 تا 50 رو هر کدوم چند بار تکرار کن. خب هر کدوم این تکرارها خودشون عددی بین 1 تا 10 هم، ولی 50 تا عدد هم. آره اینا 50 تا عدد هم. خب اینا تکراران و اینا هم که عددی به عدد 1 تا 50، مثلا یک پنج بار تکرار شده، دو فلان وقت، مثلا چهار نداریم اینجا، اینجا هم نداریم. خب حالا اینو با مپ جوری میتونستم بزنم خیلی راحت دیگه، 1 تا 50 مپ کن فانکشن x رو چیکار کن؟ رپ x رو فرک وک x. درسته؟ فرک وک ایکس رو که داشتیم دیگه، فرک وک ایکس هم باز همین تکرار ها بود. او. یک تا پنجا به این شکل. چی شد؟
آها اتفاقا خیلی سوال خوبیه. دو تا مبعد بزنید دقیقا سوال بعدی، ولی فکر کنم وقت نکنیم. یه دونه تمرین دیگه اینه که به جای که 1 تا 50 باشه، ببخشید به جای که 1 تا 50 باشه یه وکتور دلخواه باشه. 1 تا 50 سادگیش از این جهته که شما اینجا از فرک آها بذار ببینیم اگه این کارو کنیم 1 تا 50 رو نه دیگه، چون ببینید هر عضو که اینجا میدیم ما دیگه نمیدونیم المان چندم اون فرک بکه، اگه میدونستیم بعد میتونیم که چی رو میخوان تکرار کنیم. یعنی الان ما اگه فرک از فرک وک شروع کنم، خب مثلا فرض کنید که عضو سومشو دارم میخوام ببینم 3 رو چند بار، ولی نمیدونم که این عضو سومشه. وقتی میره تو مغز آی دیگه دقیقا باید من خواهد خب چرا؟ مثلا 1 تا 10 هم توستم سمپل بگیرم، از 1 تا 10 مثلا 50 تا سمپل بگیرم و ضمناً ریپلیسمنت هم چیه؟ چوه؟ فقط توضیح این دوتا فرق داره دیگه، اون باینومیال بود، این اصطلاح یونیفرم، یعنی همه شانس برابر دارن بین 1 تا 10، همه شانس برابر دارن برای اومد. خب پس اینم از این. حالا وکتور دلخواهش هم من میزنم صرفا ببینیم برای اینکه مپ تو در تو میشه زد. ببین فرض کنیم که من به جای 1 تا 50 یه وکتور دیگه داشتم. خب بعد مثلا فرض کنیم که یه وک داشتم که مثلا چه میدونم همینجوری بیاین یه دونه سمپل بگیریم، از یک سمپل مثلا 10 تایی بگیریم از اعداد 1 تا 50. ببخشید 1 تا 50 یک سمپل 10 تایی بگیریم. او بعد میخوایم پس 10 تا عدد هم. خب پس یه دونه وکتور فرک وک هم باید داشته باشم که این 10 تایی باشه دیگه، درسته؟ پس میتونم یه سمپل 10 تایی بگیرم از 1 تا 10. حالا میتونم 1 تا 5 بزنم. خب پس این شد وکتوری که من میخوام تکرارش کنم، این هم شد تعداد تکرارم. یعنی مثلا اگر که اینو داشته باشم، اگه اینو داشته باشم مثلا 42 باید دو بار تکرار بشه، 16 باید دو بار تکرار بشه، 34 باید 5 بار تکرار بشه. خب اینو چیکار میکنیم؟ از کجا شروع میکنیم؟ بیان از وک شروع کنیم ببینیم که چی میشه. فانکشن x ببخشید مپ فانکشن x بعد آها خروجی این بعد چی باشه؟ تکرار اولی بعد باشه. خب پس میتونم یه مپ بزنم که فانکشن انگار یه وای بگیره نه 1 تا این چیکار چه اتفاقی میفته براش؟ این چی میشه؟ ببینید هر عضو وکتور رو به عنوان x میگیره. خب حالا من میخوام بگم که به x رو به تعداد y تکرار کن. خب پس هر عضو از این فرک وک رو برمی‌داره و روش این فانکشن رو میزنه، انگار که داریم مپ دو متغیر میزنیم، یه مپ تو در تو میزنیم. این واقعا شاید یعنی قطعا چیز خیلی پیچیده ای صرفا اینکه برعکس بالایی با همجور که میبینیم. آها فقط یه نکته ای داره،
بذاریم ببینیم که الان چیزی که ما میخوایم و همچنان نمیده. چرا؟ بریم ما یه دونه داریم که عضو وکتور اوله، میخوام ببینیم چند تا از عضو وکتور دوم، یعنی یه دونه مپ تو در توه دیگه. البته نه نه درسته، با یه دونه میشه زد. درسته من اشتباه کردم، ببخشید. با یه دونه میشه زد. باز دوباره میتونیم یک اصلا این کلا اشتباه، یک تا لنگس وکتور رو بگیریم و بیام اینو به عنوان اون اندیسه بگیریم دیگه. درسته؟ دقیقا x بگیم چکار کنیم؟ بگیم که رپ کن وک x رو فک دات وک x. این درست شد بس باز درسته، با یه دونه مپ میشه دیگه، مثل اون قبلی هم باز درست شد. درسته؟ به این شکل میده، فقط یه لیست بهم میده. برای اینکه یه دونه لیست رو تبدیل کنم به وکتور چیکار میکنم؟ از یه دستوری هست به نام آن لیست، آن لیست میکنم این چیزی که دارم اونجا. پس آن لیست، لیستی که همشون البته از یه جنسن، چون وکتور کلا همشون باید از یه جنس باشن، لیستی که همشون از یه جنسن رو تبدیل میکنه به وکتور. اینو میذارم result آن لیست کنم. درسته، پس دوباره همون چیزی که میخوام اون دار. چی شد؟ کدوم؟ ها لینکس. بریم من میگم که میخوام بگم که فرض کنین که میخوام بگم که درایه اول آیومی رو، درایه آیوم اولی رو به اندازه درایه آیوم دومی تکرار، درایه دهم مثلا اولی رو به اندازه درایه دهم آیومی تکرار. مثلا اگر که اونجا مثلا 5 درای دهمش و این 6ه، 6 بار 5 رو تکرار. پس این هم از من میگم. همچنان شما اینجا میتونید رو هر لیستی، یا الان دیگه وکتور هم دیدین، رو هر وکتوری بزنین اینو دیگه. حالا یه چیز دیگه وجود داره اونم ریدیوز. مپ روی تک تک اینها میمد انجام میداد. ریدیوز چیکار میکنه؟ ریدیوز یه تابعی رو اجرا میکنه، یه تابعی رو اجرا میکنه. عضوای لیست رو در نظر بگیریم، یه تابعی رو روی دو تا عضو اول لیست اجرا میکنه، بعد نتیجهشو نگه میداره، عضو سوم رو میاره، باز دوباره همین کار رو با اینها انجام میده و همینطور. مثلا مثل چی؟ مثل جمع رو در نظر بگیریم. مثلا فرض کنیم که عدد 1 تا 10 رو داریم، ریدیوس میکنیم با مثلا سام. اتفاقی که میفته چیه؟ 1 و 2 رو اول میاره، سامش رو انجام میده، میشه 2، بعد دوباره 3 رو میاره و به همین شکل بنابراین جمع عدد 1 تا 10 رو ما داریم. دقیقا، 3 با اون دوتای قبل. نه دیگه، دوتا دوتا میگم اون نتیجه که الان داره رو نگه میداره، یه دونه عضو دیگه میاره. آها، به این درد میخوره که بعضی تابعات دوتایی هن، دوتایی کار میکنن، مثلا مثل سی بایند اگه یادتون باشه. خب حالا میخوایم مثلا چه میدونم کلی ستون رو بچسبونیم کنار یه دونه ماتریس. خب حالا الان انجامش میدیم، میخوام کلی ستون رو بچسبیم کنار یه دونه ماتریس و خب کاری که میتونیم بکنیم که انتا سی بایند بزنیم، یه دونه مپ یا یه دونه ریدیوس بزنیم. خیلی راحت ستونای مختلف رو میذاریم. حالا الان میبینیم. خب الان ریدیوس سام رو اگه نگاه کنیم، خروجیش یه جمع عدد 1 تا 10 دیگه، 55. ببین اینجوری کار میکنه، میاد میگه که اول 1 و 2 رو برمیداره، خب خروجی چی میشه؟ میشه 3. خب عضو بعدی چیه؟ 3. این 3 قبلی رو با این 3 میگیره، خروجی چی میشه؟ میشه 6. حالا 6 قبلی رو
با 4 میگیره میشه چی؟ میشه 10. یعنی تک به تک اعضای لیست رو میاره با اون نتیجه قبلی که داره اون فانکشن رو روش اجرا میکنه. آره میشه مین نوشه هر چیز دیگه ای. مثلا حتی میانگی خیلی کار خوبی نیست چون میانگی رو نمیده نهایتا. ولی مثلا میشه مین نوشت. میشه فانکشن x و y هم نوشت که مثلا حالا x ضرب در y مثلا در نظر بگیریم. این چیکار میکنه؟ دو رو ضرب در 3 میکنه دیگه. 3 رو میاره بعد اون نتیجه این که میشد 6 رو ضرب در 4 رو باز میاره و ضرب میکنه. reduce آها درصد فلان درصد اینو باید چیز کنین تای دیورس رو آوردین. چرا درصد فلان درصد رو اشتباه می‌نویسین؟ نمیدونم تای دیورس رو بزنین اگر یا دی پی ال وای یا مثلا آها بکنم اگر اینجا پرو رو بزنیم ببینین دو تا عضو متوالی دنباله رو میگیره لیست رو میگیره روش فانکشنی میزن خب بیایم مثلا چیکار کنیم بیایم بگیم که دنباله های 10 تا دنباله ستایی میخوام همش میخوام با مپ اصلا انجام بدیم 10 تا دنباله ستایی میخوام از عدد مثلا باینومی ها خب چیکار میکنم میگم که فانکشن x نه فانکشن x لازم نیست کافیه که r باینوم رو ایجاد کنم آها یه چیزی اگر که خب ما گفتیم که اگر که مثلا این راه خوبی نیست ده تا عدد کار میخوام بکنیم خب ده تا لیست ستایی تولید کنم بدون لیست ستایی اگه در نظر بگیرم خب حالا فرض کنید که یه لیست دارم که هر کدوم از اینا یه دونه وکتور ستاییه خب بعد میخوام یه دونه ماتریس بسازم که همه اینا کنار هم خب حالا الان لیست رو من اینجوری ایجاد کردم که گفتم که به ازای عدد 1 تا 10 بیا اینجوری کن که خروجی که میدی 1 تا 3 باشه خب غالبا این 1 تا 10 هر کدومشون میرن جای x میشینن ولی در نهایت خروجی که این فانکشن من داره وکتور 1 تا 3 است و بنابراین اون x اصلا تأثیری نداره صرفا برای تکرار کردن یعنی صرفا برای تکرار کردن ما استفاده کردیم پس یه دونه لیست دارم که 10 تا وکتور ستاییه میخوام اینا رو کنار هم بچسبم یه ماتریس ایجاد کنم چوری میگم خب این قبلی رو میریزم توی مثلا یه متغیری بعد کاری که میکنم چیه این که میگم کاری که بکن این که مپ کن ببخش ریدیوز کن سی بان درسته این میاد چیکار میکنه اون عضو اول رو میگیره با عضو دوم سی بایند میکنه عضو سوم میاد سی بایند میشه و همینجوری تا عضو دهم
به این صورت. وکتور، اگه دو تا وکتور رو که هم اندازن سی بایند کنیم یه دونه ماتریس تشکیل میده که یه لیست از ببین این لیست تو مت نه میگم لیست تو مت یک لیستی از وکتورهای ستایی لیست رو سی بایند نکردم دو به دو هر عضوش گرفتم سوال خوبیه نمیدونم نمیدونم چرا همچین اسمایی گذاشته برای ستونم خیلی خوب پس اینم از ریدیو نه ببینی اینجوریه که ما یه ما دو تا وکتور سی بایند وقتی استفاده میکنیم مثلا سی بایند یک تا سه و یک تا سه خب اگه من اینو بزنم چی میشه یه دونه این یه دونه وکتور ستایی اینم یه دونه وکتور ستایی خب یه دونه ماتریس تشکیل میده به این شکل خب حالا چه اتفاقی میفته من اگر که یه لیست بدم و این ریدیوس رو روش بزنم دونه عضو اول دومش رو میگیره سی بایند میکنه عضو سومو به سی با... به نتیجه این دوتا سی بایند میکنه و همینجوری پس کلا مپ و ریدیوس خیلی چیزای یعنی برای اگه دستمون را بیفته خیلی راحت میشه باهاش کدهای خیلی بزرگی که با فور اینا میشه زد رو کوچیک کرد ضمن اینکه تقریبا سریع ترین لوپ هم هست توی آر بعد دیگه اینکه رو هر داده ساختاری هم میشه انجامش داد این چون که قابلیت لیست دیگه تو لیست میتونیم هر نوع داده ساختاری داشته باشیم حالا همینو یعنی یه دونه تمرین انجام بدیم یه کاری کنیم که یه دونه ماتریس ایجاد کنیم که هر سطرش سه تا نمونه تصادفی از توزیع باینومیال حالا هر باینومیال که خواستیم با هر پارامتر چی؟ 10 تا سطر داشته باشه من دیگه گفتم باینومیال هر سطر تو سمپل هایی از توزیع باینومیال دیستریبیوشن بریم جلو این دیگه اولا که اون لیستر بیایم تولید کنیم چیکار میکنیم میگیم 1 تا 10 فانکشن نه مپ فانکشن سامپل اینجا کار نمیکنه دیگه بعد با این گفتیم باینومیال باشه خب نه کار که میکنه ولی منظور که باینومیال نیست گفتم توضیحش باینومیال باشه خب میخوایم که آر باینوم سامپل های ستایی بگیریم مثلا این سایزش هم 10 باشه پروبابیلیتیش هم بگیریم 14 درسته این به ما اون لیسته رو میده دیگه Thank you.
با ایکس کاری نمیکنه، ولی شما در صورت به آها اینجوری نه، ببین کلا وقتی که مپ میزنین خب حتما اعضای اینو برمی‌داره میده به اون فانکشن بعدی، برای اون حتما باید ورودی بگیره، یعنی ایکس رو باید داشته باشه، ولی باش کاری نداره. یک تا ده صرف صرف هم برای تکراره، مثل فور عمل کنه. آره من که داره مثل فور عمل کنه. آها مال پکیج تای دیورس، مال پور. خب پس این عددامونه خیلی راحت الان دیگه، اصلا بذارین همین الان اصلا میتونیم با اینم لیستر دوباره الان میتونیم روش مپ بزنیم دیگه. درسته؟ چرا دوباره بعد یه مپ میزنیم، ببخشید یه دونه ریدیوس میزنیم و چیکار میکنیم؟ آرباین میکنیم. پس یه چیزی، یه مثال الان دیدیم که هم مپ و هم ریدیوس رو کنار هم دیگه داریم استفاده میکنیم. این مپ بال خیلی وقتا میتونیم مپ رو صرفا به عنوان یه فور استفاده کنیم که این ورودیش رو باش اصلا کاری نداریم. ببینید من اول یه لیست من چجوری این سطرها رو هر کدوم تعریف کردم، هر کدوم از این سطرها یه دونه وکتور بودن که کل اینا توی یه دونه لیست. نه دیگه، اگه بذاریم که همشون کنار هم قرار میگیرن، ما میخوایم اعضای مختلف لیست باشن. اگه اون کارو بکنیم همش میشن یه دونه. چجوری میخواد تمایز بینشون قائل شه؟ تیمش یه کار دیگه هم کرد، چون که اصلا از این استفاده کرد، میومدیم چیکار میکردیم؟ میومدیم یه ماتریس تشکیل میدادیم، بعد ماتریس سطرهاش 3 بود. واسه این دارم میگم که چون اول سطرها رو پر میکنه، واسه سطرهاش 3 بود، ستوناش مثلا 10 بود، بعد میومدیم ترانسپوزش رو میگرفتیم با همون تی که نشون. پس یه راه دیگه اش هم اینه که بیام یه چند تا میخوام، 30 تا عدد میخوام دیگه، ماتریسم 3 در 10 درسته، آرباینوم 30 و 10 و 14 هم رو تولید کنم، بعد بیام چیکار کنم؟ بعد بگم که یه دونه ماتریس تشکیل بده از باینومز که تعداد سطرام چی باشه؟ 3 باشه. بعدش هم ترانسپوز بگیرم از ماتریس. این کار رو بکنم، اگه ماتریس رو نا کنم با زوری همشیزی خواهم باشه. این تی هم گفتیم دیروز دیگه، ترانسپوز. آها چرا این کارو کردیم؟ به خاطر سطر رو منظورتونه. چرا این کارو کردیم؟ به خاطر اینکه میاد ستون به ستون پر میکنه. تو فرقی نمیکنه، دوره اونا سامپل های از چیز بودن، از باینومیال بودن، ولی خب من گفتم که سامپل های ستایی دارن. خب ریدیوز چیکار میکنه؟ یه دونه لیست داریم، خب میخوایم یک فانکشن دو تا متغیر مثلا همون جمع میایم دو تا عضو اولش رو میگیریم، این کارو روش انجام میدیم، مثلا اون فانکشن رو روش انجام مثلا جمع میکنیم با. خب بعد میخوایم عضو سوم رو هم با اینها جمع میکنیم، ریدیوز میاد جمع میکنه، عضو چهارم رو با نتیجه اینا باز جمع میکنه، یه همچین کاری میکنه. خب نهایتا خروجی میشه جمع همش، انگار یک فانکشنیه که بین المان‌های خود این لیسته میخوام انجام بدم، ولی فانکشن دو متغیر بیشتر نمیده. خب من فقط چند نوع الان اتفاقا به این مشکل خوردیم. الان با اینکه پکیج نصب می‌کنیم، حالا روش‌های دیگه هم داره، روشاشو میتونید سرچ کنین و اینا، با گیت ها با اینا میشه نصب کرد. خب یه روشی برای اینکه پکیجاتونو ببینین که چه پکیجای نصب داری، install.packages که باز اینم خیلی به کار نمیاد، من حداقل به کار من هیچ وقت نیومده. یه دونه remove.packages که این مثلا برای اینکه حالا میخوام پکیج رو ریموو کنین که حالا دارن چیزی نمیخوام ریموو کنم، میتونین استفاده بکنین، اسم پکیجتون اینجا میزنین بعد ریموو میشه. این برای اینکه بعضی موقع ورژن قدیمی دارین مثلا نمیخواین داشته باشین، یا نه اصلا شما حالا به هر دلیلی مموریتون کم میخواین یه سری پکیجی که خیلی حجمه رو حذف کنید. خب پس این هم از این. ضمناً مثلا اینجا میتونین وکتور هم بدین، مثلا تای دیورس رو میخوام نصب کنم و
مثلا جی پلات تو خب بعد چجوری فراخونی میکنین؟ لایبرری اسم پکیج و اینکه هم میتونین داخل دابل کوت بذارین هم میتونین نذارین، لزومی نداره ولی به شرطی که نصب شده باشه. این از این. یه چیز خیلی جالب اینه که شما میتونید از دو نقطه دو نقطه برای استفاده از تابه هایی که توی یک پکیجن استفاده کنید. فرقش چیه با اون قبلی؟ فرق اگه این کارا بکنین همه تابه ها فراخونی میشن، شما میتونید خیلی راحت استفاده کنین. مثلا جی جی پلات رو من میتونم اینو اجراش کنم، جی جی پلات رو من میتونم اینجا داشته باشم. این اگه خب جی جی پلات رو میشناسم میتونم استفاده کنم، ولی اگه بخوام از مثلا یه تک تابه استفاده کنم و کل اون توابع رو فراخونی نکنم توی فضا، اون موقع میتونم کاری که بکنم چی؟ از این دو نقطه دو نقطه استفاده کنم. یعنی بگم از پکیج جی جی پلات 2 این رو من میخوام. آره دقیقا، کل لایبرری لازم نیست، یکی باز دوباره تو مموری کمک میکنه. اما نکته مهمترش اینه که الان دقیقا با یکی از دوستان به این مشکل خورده بودیم. نکته اینه که شما مثلا فرض کنین که مثلا همین ریدیوس اگه مثلا نگاه کنیم که من این هلپش رو نگاه کنم، ببینیم که سه تا ریدیوس داریم. خب که مثلا ممکنه که بنابراین من دو تا کتابخونه داشته، مثلا یه دونش مثلا تو کتابخونه پوره، یه دونه مثلا تو کتابخونه جینومیک رنجزه. بعد ممکنه که تو پروژه‌ام هر دو تا اینا رو استفاده کنم، ولی خب وقتی که میام این کار میکنم قاعدتا خودش که نمیفهمه که از کدوم یکی از این دو تا ریدیوس باید استفاده کنه و مشکل میخوره. کاری که میکنم برای اگه مثلا توابعی رو بخوام استفاده کنم که تو چند تا پکیج باشن و هر چند تا پکیج هم فراخونی شده باشه، میام کاری که میکنم اینه که از این دو نقطه دو نقطه استفاده میکنم. مثلا دوستانی که با ریدیوس به مشکل خورده بودن گفتم که بیاین چون این توی پوره بیاین اینجوری استفاده کنین ازش. پس اینم یه کاربرد اساسی داره که ببین یه وقت این خیلی تجربیه دیگه. مثلا این که تو پوره رو که میدونیم به خاطر اینکه رفتیم از قبل مثلا دیدیم که چه تابعی وجود داره، مثلا برای کاری که میخواستیم اول ریدیوس رو دیدیم بعد گفتیم که چه پکیج رو نصب کنیم، پوره رو نصب کنیم، یعنی میشناسیمش. خب ولی اینکه ممکنه جای دیگه هم باشه، مثلا حالا فراخونی شده باشه، چه اتفاقی میفته؟ چرا این کارو انجام میدیم؟ چه جوری این کارو انجام میدیم؟ یا استفاده میکنیم بعد میبینیم که نتیجه نهاییمون نمیده، مثلا الان استفاده کردن ارور میده. وقتی که این ارور رو میده من میگم که اونیو میخوام که تو پوره دیگه، اونیو میخوام که این کار رو دقیقا. ولی یه نکته ای داره، اینو اصطلاحاً این IDE شما یا این نرم افزاری که توش داریم برنامه‌نویسی می‌کنیم می‌فهمه، ولی وقتی می‌خوام کد رو اجرا کنیم کد نمی‌فهمه. بنابراین بعد اون رو بزنیم. خب الان همین دیگه. خب ببینید آره این مثلا پوره، ولی نکته که وجود داره اینه که مثلا من اگه اینو پور رو دو نقطه دو نقطه بزنم و بعد تب بزنم مثلا توابعی که کلا تو این هست واسه من میاد. اینم یه خوبی نیست. کلا این تب خیلی میتونه کمک کنه. پکیج رو میتونه چند بار نصب کنه، ولی مثلا برای اینکه نصب نکنه اگه داشته باشین میان از یک همچین چیزی استفاده میکنه. تو اینجا من داشتم از یک چیزی به نام require استفاده میکنه. وقتی از require استفاده میکنین اگر که library داشته باشین که مثل چیز عمل میکنه، مثل خود library عمل میکنه. خب ولی مثلا نداشته باشیم، بذاریم مثلا یه پکیج که من میدونم ندارم، نام پکیج نیست که بدونم ندارم، ولی پکیجی از شما بدونین نداریم، مثلا هیراگی 2000 و اونایی که هیراگی 2013 رو اگه بزنین، اگه require رو بزنین بعد بهتون یه دونه warning بده. آره اشغال میکنم.
نه اصلا اوورراید میکنه، اگر که نسخهش نسخه جدید تری نباشه و دقیقا همون پکیج باشه اوورراید میکنه اصلا، یعنی روش میمیسه و حجم میکنه. خب اینم از این. آخرین موارد در آر هم بگیم، آخرین مورد ما یکی از اساسی ترین چیزها رو هنوز نگفتیم، خوندن فایله. خب تو اکسل فایل باز میکنی، تو حالا اینجا هم فایل باز میکنی، یه اولین نوع فایلی که وجود داره اسمش CSVه، Comma Separated Values، که نکته که وجود داره اینه که اگر مثلا یه نمونه شما ببینیم، اگر من یه دونه CSV رو حالا با تکست باز میکنم، اگر یه دونه CSV رو ببینم، خب میبینم که یه سری value هن که بینشون ویرگوله، بینش کاماست هست، خب پس با کاما از هم جدا شدن. این خیلی این این اکسله، یعنی اگه تو اکسل حالا من نمیم CSV دیدین یا نه، ولی اگر که باز کنی این اکسله و شما میتونین که این رو داشته باشه. بعد خیلی خب پس من یه دونه read.csv میتونم بزنم، برای اینکه read.csv کنم این میره یه دونه CSV میخونم. خب چجوری این رو میخونمش؟ آدرسش رو بهش میدم. حالا من اگه اینجا تب بزنیم بهتون میگه کجا این. خب مثلا من تو اینجا فایلام تو دیتا است، مثلا یه همچین چیزی، یه دونه expression matrix رو میخوام لود کنم و میریزمش توی یه متغیر اونام دیگه. پس این یه دونه خروجی برمیگردونه که دونه دیتا فریمه و میره توی این. خب حالا اگه df رو نگاه کنم میبینم که مثلا یه سری سطره که اینا ارزم به خدمت شما چیه؟ اسم ژن، جین سیمبوله، اینا هم سمپل هم درسته؟ شده؟ هدرش همین هست، همین ویه اسمشون، این اسم واقعیشون ویه بوده اصلا. بعد آره اگه هدر، حالا این خیلی با این کار نمیم، صرفا میخواستم بگم اصلا اگه هدر رو فالس کنی، اگه هدر رو هدرش آلردی تروه، اگه که فالسش کنی میاد سطر اول، یعنی اون سطر اسما رو به عنوان سطر اول در نظر میگیره. خیلی حالا پوینت چه روی اونا میمیسه دیگه، من چون اونا رو لازم ندارم روی اونا میمیسه. من گفت کار درستی نیست ها، یعنی اگه شما یه کدی داشته باشین که از اون df قبله بخواین استفاده کنین، روش نوشتن کار خوبی نیست، ولی من چون دیگه استفاده نمی کنم این برای خلاصه دیتا فریم و چیزی هم که میخونه دیتا فریم دیگه. اینم read.csv، این آپشن های مختلف داره، باز باید ببینیم که چیه. از این یک. یه چیز دیگه وجود داره به نام read table، read.table، که این فایل تکست میخونه، ولی فایل تکستی که خودش به صورت جدول. حالا مثلا حالا ما بریم یه نمونه ببینیم، حالا من این فایل ها رو یکم تغییر میدم، همین الان براتون میذارم روی اون دراپ باکسی که آدرسشو فرستادم براتون. حالا مثلا باز دوباره این یه دونه فایل دیگه است که اینم انگار به شکل یه دونه تیبله، ولی خب این دفعه چون که می‌بینیم فاصله بین دو تا حالا مقدار مختلف دیگه کاما نیست، فاصله از اسپیس. خب نه حالا اگر که اینو با read.table بخونم، این شما کاری که میتونیم بکنین اینه که این فکر کنم تعداد پورتا رو میده، شما میتونین الان مثلا اسکیپ اگه بدیم بهش، اسکیپ میگه که چند سطر اول رو اسکیپ کن. خب این انروز هم فکر کنم میگه که تا کجا بخون، بنابراین با ترکیب از این دوتا شما میتونید بگین از کجا تا کجا رو. آره. این روز هم میگه چند تا چند ساعت رو بخونید.
مثلا توی این read.table.com توی اینم هست. کد که به کنار. آره دوباره اینم داره. خب یه دوباره این دفعه از فایل چیز خوندم. این دفعه از فایل تکست خوندم، مثلا حالا یه چیزیه که 40 تا ستون داره، یه تعدادی سطر. آها میتونین کلا بگین، حالا مثلا من اسپیس بود، دیفالتش تب فکر کنم. او ولی شما میتونین بگین که با چی جدا شدن است. او چیز دیگه مونده، مثلا اکسل یه پکیجی وجود داره به نام رید اکسل. من این نصبش کنین با اینستال دات پکیجز. من کامنت کردم ولی شما اینو آن کامنت کنین، نصبش کنین. خب حالا رید اکسل اگه استفاده کنم میتونم بزنم رید xls، حالا اگه فایلم xls یا مثلا رید اکسل. حالا من ببینم که باید ببینم چه نوع داده ای دارم. مثلا یه دونه xls دارم. نه با این شما پکیج رو نصب میکنیم، با این فراخونی میکنیمش توی فضات، از توابش میتونیم استفاده. من پس من این از فایل اکسل خوندم. حالا یه سری، حالا این مال یه سری سیکونس پروتئینیه که حالا اینا آیدی هاشن، اینا بهش میگه چه سابستریتی بهش میچسبه. چیگه این هم یه دونه از بس از میشه. حالا من الان اینا رو هر ستاشو میخوام تغییر بدم و براتون بذارمش توی براتون سیوش کنم، بذارمش توی چیز. حالا الان میگیم که چجوری حالا میخوایم فایل بنویسیم. خب صرفا من یه سابست خوبی از هر کدوم انتخاب کنم. مثلا خب الان من یه سابستی از این رو انتخاب کردم. خب یه سابستی از این دیتا فریم رو گرفتم، حالا میخوام چیکارش کنم؟ بنویسمش توی فایل CSV. چیکار میکنم؟ write.csv، اسم اون آبجکته چی بود؟ df.csv. اسم فایلم که من میذارمش توی دیتا، اسمش هم میذارم مثلا expression و پسوندش هم که باید .csv باشه، درسته؟ خب حالا من اگه برم میبینم که یه دونه دیتا برام ایجاد شده، اسمش هم xmat. خب یه دونه دیتا، اینو بزنمش تو دیتا برات. خب یه دونه دیگه که هست، میتونم حالا میخوام فایل تکست بنویسم. دوباره میرم اینو نگاه بکنیم ببینیم df.txt رو اگه نگاه کنیم، مثلا به جای ویو میتونی شما روی همین گلوبال انوایرمنت رو کلیک کنین و براتون اون رو بیاره. خب اگه من یه دیم بگیرم از این df.txt، اینم مثلا آره اینم مثلا یه اکسپرشن پروفایله. حالا با write یه دونه فایل txt من میتونم بنویسم، میگم که
TFTXT رو .txt این داره. چرا؟ با رایت دات تیبل میتونم این کار بکنم. و دیگه چی؟ یه دونه دیگه هم هست رایت دات رید اکسل کلن چیز نداره، رایت نداره. از این اینو دارین آیا شما؟ یه پکیجی هست به نام رید آر، این هم نصب کنین لطفا. یه دونه فانکشن داره به نام رایت اکسل سی اکس وی که اگر من دی اف اکسل هم بود بدون رایت اکسل سی اس وی تو این تو رید آره. خب رید آر رو نصب کردیم، رید ایکس ال نه رید آر رو نصب کردیم برای رایت چیزه، برای رایت نه. حالا من سه تا فایل ایجاد کردم، یه دونه فایل XLS ایجاد کردم، یعنی سابست کردم اینا رو، یه دونه CSV ایجاد کردم، یه دونه تکست ایجاد کردم برات. یه سری چیز فقط مونده، فقط تنها قسمتی که مونده که من میخواستم بگم توی این ورکشاپ نگفتم در مورد استرینگا بود که نرسیدیم.